خب سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، شب شما بخیر، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خب یه سری دوستان جدید به ما اضافه شدن، من یه معرفی کوتاهی راجع به خودم داشته باشم و بریم سراغ جلسه صفر نکته و تست. شهرام عامری هستم، مدرس ریاضی آمار انسانی، مؤلف کتاب مبتکران و طراح آزمون‌های مبتکران. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستن. خب یه سری بچه ها که بچه های سالیانه خودمون هستن، سلام حدیث، نیلوفر، بقیه بچه ها. خب میخوایم امروز جلسه صفر نکته و تستمون رو با قدرت با هم شروع کنیم. قبل از اینکه جلسه صفر رو بخوایم شروع کنیم، میخوام یک توضیح کوتاهی راجع به درس ریاضی بهتون بدم و در اصل بگم امروز چه کارهایی رو در اصل میخوایم با هم انجام بدیم. جلسه صفری که امروز با هم داریم یه جور میتونه آشنایی شما باشه با نکته و تست، که در نکته و تست اصلا چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. سلام، چطورید بچه ها؟ حالتون خوبه؟ چرا پانیس کلاس داریم؟ از هفته بعد روال کلاس های خودمون رو داریم، از هفته بعد دوباره کلاس های سالیانمون شروع خواهد شد و با هم پیش خواهیم رفت. سلام علیکم خانم مطهر، خانم گل، رحمان سلام، چطوری؟ الهه چطوری؟ عرض کنم خدمت شما که امروز یه جور آشنایی با نکته و تسته، که در نکته و تست چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم. یک توضیح راجع به خود نکته و تست بهتون بدم. بچه ها در نکته و تست مجموعه ای برای شما طراحی شده با وسواس فوق‌العاده خاص، یعنی اومدیم کنکور رو در اصل از دید طراح بهش نگاه کردیم و هر زمینه‌ای که طراح میتونه از مباحث مختلف به شما سوال بده رو ما در اصل آوردیم توی نکته و تست شما. این قول رو بهت میدم بعد از نکته و تست هیچ تستی باقی نمونه که تو کنکور وجود داشته باشه و تو حلش نکرده باشی. بهتون گفتم سوالای نکته و تست از خط به خط کتاب‌های درسی طراحی شده. همواره بر این عقیده بودیم که بهترین منبع برای کنکور کتاب‌های درسی شماست، بجز کنکور 1400. خب ما این رو میدونیم کنکور 1400 کنکور غیر استانداردی بود، در از خارج از مفاهیم کتاب درسی بود، ولی این قول رو بهتون میدم که دیگه با همچین کنکوری طرف نخواهید بود. مرسی زهرا جان، دل منم برای شما تنگ شده بود، خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم از شما. حالا تو نکته تست یه سری میگن که خب اوکی ما آقا شاید شما نبودی من برای ما مفیده. اولا اینکه تست ها جوری طراحی شده که زمانی که تست ها از هر مبحثی به اتمام میرسه عملا یک دور درس برای شما دوره خواهد شد. هرچند ما قبل از اینکه هر جلسه نکته و تست رو بخوایم شروع کنیم مباحثش رو به شما اعلام میکنیم و جزوه‌ای رو در اختیار شما قرار میدیم که یک پیش زمینه ای داشته باشید. موقعی که اون جزوه مطالعه میشه تشریف میارید سر کلاس. من مثلا برات مبحث تابع رو مثال میزنم، میگم اوکی مثلا میتونیم از تابع پلکانی ما سوال داشته باشیم به این حالت، به این حالت، به این حالت. حالا سه تا حالت میکنم برات، میگم حالت بی برای هر کدومش درصد برات مشخص میکنم، میگم حالت بی 80% امکان داره تو کنکور بیاد، 30 اهمیت کمتری داره، آم متوسطه شاید 50-50 شاید بیاد شاید نیاد. بنابراین کاملا درس برای شما در نکته و تست مرور خواهد شد. این قول رو بهت میدم که قوی ترین نکته و تستی که تا حالا رفته باشی نکته و تست درس ریاضیت باشه. محمد رضا جان اینی که چند میشه زد با نکته و تست، من از وضعیت درس شما اطلاع ندارم، ولی مطمئن باش اگر ضعیف باشی و در هر حالتی باشی، اگر نکته و تست رو با من همراه باشی، کارهایی که میگم رو کامل انجام بدی، قطعا ضربتی درصد بالای 50 رو کسب خواهی کرد، تو این شک نکن. قبل باشگاه عکس نه این واسه این قبلش بود، الان خودم اینه، الان بعدشه. عرض کنم خدمت شما که عرض کردم کلاس سالیانه به اتمام نرسیده، کلاس سالیانمون رو هم داریم. و اما در اصل امروز چه کاری رو میخوایم انجام بدیم؟ امروز شما رو میخوام با در اصل ترتیب سوالات کنکور،
چه از چه مباحثی چه تست هایی در کنکور میاد. میخوام شما رو عملا سر جلسه کنکور قرار بدم در درس ریاضی و بهت بگم کدوم ها رو باید حل کنی، کدوم ها رو حتی بلدی باید بذاری آخر حل کنی و یک ترتیبی رو به تو یاد بدم. خب ما این رو میدونیم در درس ریاضی انسانی در کنکور 20 تست داریم، 25 دقیقه زمان، یعنی به طور متوسط برای هر تست 1 دقیقه و 25 ثانیه. پس بحث مدیریت زمان در درس ریاضی انسانی فوق‌العاده برای ما حائز اهمیته. تو نکته و تست کار دیگه‌ای که به نظرم فوق‌العاده بود و این کار رو انجام دادیم اینه که میخوام یه سری محاسبات آسون به تو یاد بدم. امروز باهات آشناش میکنم، میگم تو چه چیزایی باید محاسبات رو درست انجام بدی. تو نکته و تست میرم دونه دونه اینا رو برات تشریح میکنم، میگم خب اینجا به این محاسبات رسیدی، یه وقت نری ضرب کنی عدد بزرگ پیدا کنی، اینجا موقع ساده کردنه، اینجا زمانیه که باید ضرب کنی و کلا راهکارهایی رو بهت یاد میدم که تو محاسبات در کنکور به مشکلی بر نخوری و خیلی راحت از پس حل کردن تست ها بر بیای. من جلسه اولی هست سر کلاسم و امیدوار شدم به حرفتون. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. هانیه شاروخ جان از کلاس سالیانه فکر میکنم نهایتا دو جلسه دیگه ما داشته باشیم، یه مقداری از دنباله هندسی مونده که اون رو درس میدیم و در نهایت تابع نمایی و گزاره های منطقی رو تدریس میکنیم. پانیز عرض کردم خدمتون تو نکته و تست پیش یا درس پیش زمینه برای خوندن به شما میدیم که اونا رو میخونی. عملا من با تست هایی که میزنم درس رو برات دوره میکنم، میگم خب اوکی این تستی که میبینی از رابطه تابع مطرح شده، رابطه میتونه به دو صورت برات سوال بیاد، یا هم یا مثلا ترکیب با اتحاد میاد یا ترکیب با قدر مطلق میاد. خب اوکی ترکیب با اتحادش اینطوری حل میشه، ترکیب با قدر مطلقش اینطوری حل میشه. کل درس رو عملا با تست ها برات جمع کنم، معنی و مفهوم نکته و تست هم همینه. اگه قرار باشه شما عملا دوباره بشینید کل کتاب رو بخونید، پس این نکته و تستی وجود نداره. من باید به تو نکته هایی که تو کنکور میتونی استفاده کنی، چه جوری سوال میاد، چه زمینه هایی بهت سوال میدن و همه اینها رو در اصل برای شما مرور میکنم. نیما جان اصلا کلاس ما کلاس ریاضی انسانیه. ذخیره خب بچه هایی که توی کلاس سالیانه بودن خب از رو پنلشون که میتونن کل فیلم ها رو نگاه کنند برای کنکور. خاطره از کنم پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و عرضم به خدمت شما بچه هایی که جلسه امروز هستن بازم فکر میکنم به صورت رایگان میتونن برن روی پنل نگاه کنن برنامه امروز رو. برنامه هم فکر میکنم رو آپارات هم بره، درست میگم سپه؟ برنامه رو آپارات هم قرار میگیره، از طریق آپارات هم میتونید فیلم رو نگاه کنید. خب قطعا یگانه، قطعا این اتفاق خواهد افتاد، یعنی که به تمام اول کلاس هم به شما توضیح دادم حتی اگر ریاضیت صفر نکته و تست میتونه فوق‌العاده برای تو مفید باشه. بچه ما اهمیت ریاضی تو کنکور رو میدونیم. سال گذشته میانگین ریاضی انسانی تو کنکور 2% بوده. یه چیزی بهت بگم، خودت یه قیاسی داشته باش، خانم آریانپور رتبه 1 کنکور 40% ریاضی میزنه و خودش رو به رتبه 1 میرسونه. هیچ درسی واقعا همچین خاصیتی رو نداره. بچه ها شما فقط کافیه ریاضی بالا بزنین و به فکر رتبه های تک رقمی و دو رقمی دانشگاه و رشته دلخواهتون باشید. اون کسی که شما رو میتونه به این سیستم برسونه، به اون خواستتون برسونه، شک نکن منم و میرسونمت به اون خواستت. عرضم به خدمت شما که خب سوال زیاده بچه ها، دونه دونه که جواب دادنش خیلی در اصل امکان پذیر نیست. خدا رو شکر شاروخ جان که ریاضیت صفر بود و الان داری 80% تو قلمچی ریاضی میزنی. منم واقعا خوشحالم، یه قسمت بیستاییشو ناراحتم چون که تو باید 100 بزنی و به نظر من باز هم 80 به درد کلاس ما نمیخوره. شاروخ بهت افتخار میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که خب نیلو فرچیوت کاش همه فیلم های امسال رو آخرش بهمون بدید، دلمون تنگ شد ببینیمشون. ای خدا خیلی ممنونم نیلو فر، خواهش میکنم. این که نظر لطف همیشه نسبت به من لطف داری.
کلاسای شما عالیه. استاد خیلی ممنونم از لطف شما، این نظر لطف شما از خانم ربی نجات، مخصوصا شما که فکر میکنم اگر درست هم گفته باشم هزینه زیادی رو متقبل شدی و در اصل قطعا ریاضی در کنکور بالا خواهی زد. که یگانه جان، من به بچه‌هایی که در طی سال باهاشون کلاس داشتم این قول رو دادم که یک جلسه مجزا برای امتحان نهایی براشون کلاس بذارم. من با مدیریت مجموعه صحبت نکردم که بدونم این رو میتونن بقیه بچه‌ها شرکت کنن یا خیر، ولی اگر با مجموعه آنلاین آکادمی در تماس باشی قطعا میتونی جواب سوالت رو بگیری. خیلی ممنون از نظر لطفی که نسبت به من داری. نسا جان خیلی ممنونم، این نظر لطف شماست، واقعا متشکرم. خب قطعا نیما، ببین یه موقعی بود بعد از عید بود، فروردین ما هم به اتمام رسونده بودیم، بهت میگفتم نیما دیگه در اصل بیا گزینشی اقدام کن، یعنی مباحثی که در کنکور بیشترین تست رو دارن برو سراغ اونا. مثلا بهت میگفتم آقا برو فقط آمار بخون، برو تابه بخون، برو دنباله بخون. ولی هنوز وقت برای جمع‌بندی دارید، یعنی هنوزم که صفری اگر تصمیمت رو گرفتی که ریاضی رو در کنکور بالا بزنی هنوز دیر نیست. من آدم بچه ها منو میشناسم، بچه هایی که سر کلاس منم میشناسم، آدمی هم که واقعیت گرام، یعنی یه موقع بود که اینو میپرسید میگفتم نه دیگه ولش کن، ولی الان بهت میگم وقت هست و همین الان استارتشو بزن، قطعا موفق خواهی شد. هانیه جا توکلت و امیدت به خدا باشه، ما که وسیله از کنم. خب چطا زیاده بچه، خیلی ممنونم خانم عبدالله، خیلی متشکرم از نظر لطف شما. آتا قطعا به درصدت خواهی رسید هانیه خانم، خیلی ممنون. خب اون هم بهتون اعلام بکنم امروز رضا جان، بریم یه آشنایی با کنکور داشته باشیم، ترتیب سوالاتی که مطرح میشه و به چه صورتی میاد، از هر مبحثی چند تا تست داریم، چه قالب تست های بیشترین احتمال رو دارن که در کنکور مطرح بشن. مرسی شاروخ جان، قطعا این اتفاق میفته و به راحتی هرچه تمامتر هم میفته. خب اولین تستی که شما در مرسی زهرا جان، خیلی متشکرم از شما، بچه ها واقعا شرمنده خودت میکنین که نظر لطف شماست. عرض کنم خدمت شما اولین تستی که در کنکور با اون مواجه خواهید شد تست معادله درجه دومه. بچه ها اگر اینایی که همه رو ما داریم میگیم داریم رو قالب کنکورهای سال گذشته این کار رو انجام میدیم. محمد رسان ندیدم چی زدی، ببخشید چتا زیاد بود، چتا میره بچه ها، چتا رو خیلی هاشو من نمیتونم بخونم. عرض کنم خدمت شما این روالی که ما داریم این روال رایه در کنکور. خب نمیدیم شاید کنکور 1400 بیان ترتیب رو به من بذارم، ولی تا الان که کنکور برگزار شده این روال تو سوالات جاری بوده. اوکی بیاریم سراغش ببینیم خب چه اتفاقی میفته، ترتیب سوالها رو با هم چک کنیم. اولین سوال، ما دو تا سوال داریم تو کنکور هم معادله درجه دوم. معادله درجه دوم مبحث فوق‌العاده مهمیه در کنکور بچه ها. اولا که به احتمال 99% یکی از تست هایی که تو معادله درجه دوم مطرح میشه جزء معادلات کسریه، یعنی بیشترین وقتتون رو من میخوام برای معادله درجه دوم و معادلات کسری بذارید. ما هر سال هم معادلات کسری تو کنکور سوال داریم. حالا اون یکیش بله هیوا، اون یکیش میتونه از روابط بین ریشه ها باشه، یعنی اسوپی که خوندیم، مجموع دو ریشه، حاصل ضرب دو ریشه، یا مثل این سوالی که دارید میبینید که جزو سوالات رایج تو معادله درجه دومه که یک ریشه رو به شما میدهند ریشه دیگر رو از شما میخوان. خب این سوالا به دو روش قابل حل، من میخوام از دو روش برات حل کنم، هم روش معمولی هم روش تستی. میخوام کامل دقتت به من باشه. گفته هرگاه یکی از ریشه های این معادله ای که میبینید برابر دو باشد ریشه دیگر معادله کدام است؟ اولین نکته ای که میخوام بیاری تو ذهنت اینه که ریشه های معادله داخل معادله صدق میکنن. یعنی چی؟
یعنی موقعی که یه ریشه رو اومده به تو داده عدد دو، ببین یه ریشه رو به داده دو، تو میتونی بری تو معادله هر جای که x ببری جاش عدد دو رو قرار بدی. این روش کتاب درسی شماست، بیا آقا ریشه های معادله داخل معادله ست میکنی، یعنی هر جای x هم بهش میتونم بذارم دو. خب اگه جای x هم بذارم دو میشه دو به توان دو چهار، چهار ضرب در a میشه چهار a منهایه. اینجا دارم آه به علاوه یک، آه به علاوه یک هم رو بینویسم، x دارم به جاش عدد دو رو قرار میدم، منهای سه آ مساوی عدد صفر، میگم پس چهار آ. اینجا رو دقت کن، دو یه بار باید بیاد تو اولی، یه بار باید بیاد تو دومیه ضرب بشه، از منفی پشت پرانتز غافل نشو، میشه منهای دو آ، دو ضرب در یک میشه مثبت دو، یه منها داره میشه منهای دو، یه منهای سه هم داریم مساوی عدد صفر. خب بیا آ رو با هم جمع کنیم، میگم چهار آ منهای دو آ میشه دو آ، ببین چهار آ منهای دو آ میشه دو آ، دو آ منهای سه آ میشه منفی آ، یه منفی دو دارم که بیارمش این طرف تساوی میشه مثبت دو. این رو یادت باشه، منفی متغیر همیشه برای عدده. پس از اینجا آ رو به دست میارم عدد منفی دو. آری یعنی منفی دو جواب تست؟ نه خیر، ریشه دیگر رو ازت خواسته، تو فعلا فقط آ رو به دست آوردی. پس الان که آ رو به دست آوردم میرم جای آ مقدارش رو قرار میدم، هر جایی که آ دیدم جاش میذارم منفی دو، میشه منفی دو ایکس دو، جای این آه بذار منفی دو، منفی دو به علاوه یک میشه منفی یک، یه منفی هم داره پشتش میشه مثبت یک، مثبت یک ضرب در ایکس میشه خود مثبت ایکس منهایه. حالا این جای آه بذار منفی دو، منفی دو ضرب در منفی سه میشه عدد مثبت شیش مساوی صفر. تا الان من چه کاری رو انجام دادم؟ کاری که انجام دادم اینه که تو معادله درجه دومم مجهولی به اسم آ وجود داشت، من فعلا فقط آ رو از بین بردم. حالا یه نکته تستی تو ادامه میخوام بهت یاد بدم، میگم آقا یه ریشه معادله رو داری، ریشه دیگه معادله رو ازت خواستن، اینجا بیا سی بر روی آ رو تشکیل بده. میگم آمری سی بر روی آ چی میشه؟ میگم اینجا رو دقت کن، تو معادله درجه دوم ضریب x تو میشه آ، ضریب x که یک بوده میشه b، عدد ثابت برابر میشه با c. پس یه ریشه رو داشتم دو، اون یکی ریشه رو خواسته سیامم رو تشکیل میدم، سیامم میشه منفی 6 دوم. حالا میرم به گزینه هام نگاه میکنم، میگم دو ضرب در چه عددی میشه منفی 6 دوم؟ من میگی ضرب در منفی 3 دوم. پس در نتیجه گزینه شماره 3 جواب صحیح تست بوده. میگم آقا این سوالا رو میتونی نکته ای هم حلشون کنی؟ میگم چطوری نکته ای حل کنم؟ میگم آقا همون اول بیا این کار رو انجام بده. یعنی چی؟ میگم آقا مگه یه ریشت دو نبوده؟ جای اون یکی ریشت هم خالی بذار ببینو، دارم نکته دیگه برات حل میکنم. این جلوی سیامتا تشکیل بده. میگی خب آمری سیامم اگر بخوام اینجا تشکیل بدم میشه منفی سه آ بر روی آ. میگم خب اوکی آ رو با هم ساده کن، الان دو ضرب در چه عددی میشه منفی سه؟ بیا گزینه ها تو نگاه کن، منفی سه دوم. پس گزینه سه جواب صحیح تست بوده. حالا تفاوت این لطا رو ببین، این چقدر ازت زمان میگیره، این نصف خط ازت چقدر زمان میگیره. من سعیم بر اینه تو نکته و تست راههایی رو به تو یاد بدم که در حداقل زمان ممکن به جواب تست برسی، مثل همین سوالی که الان دیدی، مثل همین سوال. اصلا من کردم گفتم جواب، چون نکته ای که گفتی یاد خدا رو صد هزار مرتبه. بله شما که دیدم، بچه های خودمون که دیدم ماشاءالله همه سوال، یعنی این سوال رو کامل همتون حل کرده بودین. پس این یکی از روش ها، این روش برای چه زمانی بود؟ گفتیم زمانی که یکی از ریشه های معادله رو به ما داده باشن،
نیشه دیگه معادله را از ما خواسته باشن، این رو فراموش نکنیم. پس چیزی که تو الان میتونی در از پایین این سوال بنویسی همین حرف منه که زمانی این نکته کاربرد دارد که یکی از ریشه‌های معادله را به ما داده باشن، ریشه دیگه معادله را از ما خواسته باشن. خب سوال شماره یک همچین سوالیه که تو در کنکور بهش برخورد میکنی از معادله درجه دوم. سوال شماره دو، سوال شماره دو عرض کنم خدمت شما که باز هم از معادله درجه دوم مطرح شده، معادله درجه دوم کسری. بچه ها یکی از تست هایی که حتی زمانی که دفترچه رو نگاه میکنی میدونی قادر به حل کردنش هستی، میدونی میتونی معادله درجه دوم کسری رو حل کنی، ولی همچین تستی رو همیشه بذار آخرش حل کن، چون که معادلات درجه دوم کسری عمدتاً تست هایی هستن که بسیار وقت گیرن در کنکور و 99% هم شما یک تست از معادلات درجه دوم کسری در کنکور دارید. پس الان به چی گفتم؟ گفتم اگه سوالت معادلات درجه دوم کسری حتی سوال بذار آخرین جزء آخرین سوالات حل کن، هرچند اگر بلدی، هرچند بلدی. چقدر این روش واسه همون خاطر است. ای خدا نیلوفر، شما که هر کنومتون ماشاءالله ریاضیدان شدید دیگه. حالا ما میخوام حلش کنیم، معادله درجه هر چند وقت گیره میخوام حلش رو بهتون یاد بدم. میگم بچه ها این ذهنیت ما عدزا جان آخر ساعت بهتون اعلام میکنم که از هر مبحثی چند تا تست در کنکور مطرح خواهد شد. این رو از من یادت باشه، این نکته همیشه تو ذهنت باشه که معادلات درجه دوم کسری رو همیشه باید تبدیلشون کنی که به معادلات درجه دوم خطی. یعنی در معادلات درجه دوم کسری تو همیشه باید مخرج کسر رو از بین ببری. هیوا من روش هایی رو که تو بعضی از سوالا جواب میده تو بعضی از سوالا جواب نمیده رو هیچگاه تدریس نمی کنم و به بچه ها پیشنهاد هم نمی کنم. یعنی روش هایی رو ما سر کلاس میگیم که تو قطعا به جواب میرسی. روشی که تو میگی توی یه سری سوالا جواب میدن، توی یه سری از سوالا جواب نمیدن. تو رفتی عبارات های گویا رو بهت گفتن خب اوکی بیا مثلا این چیزی که شما میگی و میگی آقا بیا عدد یک یا دو قرار بدیم به شرط اینکه مخرجمون رو صفر نکنه، تو بعضی از تستا جواب میده، تو بعضی از تستا جواب نمیده. ما فقط روش های 100% رو میگیم. عدد گذاری دیگه تو سیستم نوین ریاضیات خیلی حرفی برای گفتن نداره. میگم آقا گفته هرگاه کا تعداد و اسم مجموعه در از ریشه های این معادله باشه حاصل کا ضرب در اس کدام است؟ پس کامل دقت کن. گفتم اولین کاری که ازت میخوام بکنی تو معادلات درجه دوم کسری اینه که بیاین مخرج کسر رو از بین ببری. پس اینجا رو نگاه کن، میگم فکر کنین یکم یا مخرج یک داره، بین همه اینا مخرج مشترکمون چی میشه؟ تو میگی آقا راحت این راه گرفتن مخرج مشترک اینه که بیاین مخرج ها رو تو هم ضرب کنیم. میگه آمری این x2 منهای 4 اتحاد مزدوجه، یعنی در اصل این میشه x منهای 2 در x به علاوه 2. میگم یعنی همین مخرجه کل این مخرجا رو هم در بر میگیره، پس مخرج مشترک ما همون x2 منهای 4. ببین حالا به جای اینکه مخرج مشترک بگیرم میام کل عبارتم رو در یه x2 منهای 4 ضرب میکنم. کامل دقت کن، بین همه اینها مخرج مشترک همون x2 منهای 4ه. حالا میام دونه دونه تو اینا ضرب میکنم. آره چطوری ضرب میشه؟ میگم آقا این مخرج رو، این مخرج مشترک رو بیا تقسیم بر مخرج اولیه کن. آقا x2 منهای 4 من مزدوج نیست، یعنی درست بخوام بازش کنم میشه x منهای 2 در x به علاوه 2 دیگه. حالا نگاه کن اینجا رو، میگم x2 منهای 4 تقسیم بر x منهای 2، x2 منهای 4 تقسیم بر x منهای 2. میگم چی ازش میمونه؟ میگم ببین میمونه x به علاوه 2. میگم این x به علاوه 2 رو باید بیای تو این 4 ضرب کنی. چه اتفاقی میفته؟ میشه 4x به علاوه 8. اینجا اول
میگم x2 من های 4 رو تقسیم بر مخرج دومی کن، یعنی x2 من های 4 رو تقسیم بر x به علاوه 2 کن، میگم میمونه x من های 2. میگم این x من های 2 رو بیا تو این 3 ضرب کن، از منفی پشتش غافل نشو. میگم آقا 3 ضرب در x میشه 3x، یه منفی داره پس میشه منفی 3x، 3 ضرب در 2 میشه منفی 6، یه منفی پشتش داره پس میشه مثبت 6 مساویه با. برم سمت راست تساوی رو ضرب کنم، میگم x2 منهای 4 تقسیم بر x2 منهای 4 میگی میشه 1. میگم خب 1 رو تو صورتت ضرب کن، میگی میشه خود 6. حالا یه بارم بریم سراغ آخریه، میگم x2 منهای 4 تقسیم بر 1 میگی میشه خودش، تو صورت ضرب کن، صورتش هم که مثبت 1 بوده پس خودش رو به ما میده و علاوه x2 منهای 4. چه اتفاقی افتاد بچه ها؟ معادله کسری رو تبدیل کردیم به یک معادله خطی. برای حل تمامی معادلات کسری ازت میخوام این کار رو انجام بدی. آمه خیلی وقت گیره، اب نداره، بذار جزء تستای آخر حل کن، ولی میدونی هر 5% در ریاضی میتونه 2000 تا 3000 رتبه تو رو جابجا کنه، پس ارزش داره. یا موقع بود یه چیزی بود بهت میگفتم آقا ارزش نداره بخونی ولش کن، ولی تو موقعی که با زدن یه تست میتونی یه همچین جهشی بکنی، پس یک تست هم برای تو تأثیر گذاره، در آیندت تأثیر گذاره، پس حتما این سوالات رو حل کن. حالا میگم آقا کسری بود تبدیلش کردم به خطی، میگه آقا اوکی هر بیار یه طرف تساوی. اولا اگر عبارت مشابهی داره طرفین تساوی ساده کن، یعنی این ور یه دونه 6 داریم این ور هم یه دونه 6 داریم، ما میگیم عبارت های مشابه از طرفین تساوی ساده میشن. حالا میگم آقا یه x2 دارم، میگم همه رو بیاریم بیاریمش این ور تساوی، یه x2 اینجا دارم x2 می نویسم، این x2 اینجا رو نگاه کن، 4x به علاوه منهای 3x میشه چی؟ میشه x، 4x منهای 3x میشه x، بیاد این طرف تساوی میشه منهای x، پس x ها رو آوردم این طرف تساوی. حالا میگم یه دونه 8 دارم، اگر بیاد این طرف تساوی میشه منفی 8، یه منفی 4 هم دارم میشه منفی 12 مساوی عدد 0. پس موقعی که یک معادله کسری رو تبدیلش کردم به یک معادله خطی، همه رو بردم یه طرف تساوی. ببین راهاشون یکسانه ها، یعنی تو بهت قول میدم اگر قادر به حل این تست باشی، هر تست کسری که بهت بدن از معادله درجه دو رو قطعا حل خواهی کرد و حرف من رو یادت نره که ریاضیات تابعی از تمرین و تکراره. میگم خب اوکی الان چه اتفاقی افتاد؟ میگه آمری شد اتحاد جمله مشترک. یا آقا بیا دو تا عدد بگیم جمعش بشه منفی 1 ضربش بشه منفی 12. خب اون دو تا عدد مسلمن بودن منفی 4 و مثبت 3، دونه دونه شون مساوی 0 قرار میدم. یه بار میگم x منهای 4 مساوی 0 پس x هم بوده 4، یه بار میگم x به علاوه 3 مساوی 0 پس x هم بوده منفی 3. حالا زمانی که در معادلات کسری، آقا ما تو معادله درجه دو به جوابای این معادله میگیم ریشه، پس دیگه نمیگیم جوابای این معادله، میگم الان برای این معادله من دو تا ریشه به دست آوردم. حرف منو گوش کن، زمانی که ریشه ها رو در معادلات کسری به دست آوردی، باید دونه دونه اینا رو بری جا تو مخرج جای ایکست قرار بدی. این نکته‌ایه که تو کنکور خیلی بهش میپردازم. پس زمانی که ریشه هامو به دست آوردم میرم تو مخرج، هر جا که ایکس دادم به جا ایکس دیدم به جاش ریشه هامو قرار میدم. اگر اون ریشه های من مخرج رو صفر کردن غیر قابل قبولن. الان میگم خب اوکی من اگه 4 بذارم اینجا مخرج این رو صفر میکنه، میگی اینو که صفر نمیکنه، اینو صفر نمیکنه، 4 بذاری این صفر نمیشه، اینم صفر نمیشه، پس آمری این قابل قبول. میگم این یکی چطور؟ میگه آقا منفی 3 اینجا بذاری صفر نمیکنه، اینجا صفر نمیکنه، اینجا هم صفر نمیکنه، اینجا هم صفر نمیکنه، میگه آقا اینم قابل قبوله.
پس من الان دو تا ریشه برای معادله به دست آوردم. چی ازم خواسته؟ میگه تعداد ریشه هاست. خب شما دارید میبینید دو تا ریشه به دست اومده، هر دو ریشه هم قابل قبوله، پس کام میشه دو. میگه اسم مجموع ریشه هاست. خب مگه من دو تا ریشه رو ندارم؟ خب اگه دو تا ریشه رو دارم بیا با هم جمعشون کنم، 4 به علاوه منفی 3 میشه 1. در نهایت چی رو ازم خواسته؟ کای ضرب در اس رو ازم خواسته که میشه 2 ضرب در 1 برابر میشه با عدد 2. یعنی همونطوری که شما هم گفتید گزینه شماره 4 جواب صحیح تسته. متوجه شدید؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر که متوجه شدید. بچه ها اگر این تست رو متوجه شدید، همین الان برای خودتون یه 5% گذاشتید کنار. اگر کسی الان قادر به حل این تسته مطمئن باشه، چون این تستا واقعا روش کار شده بچه ها، مطمئن باشه هر تستی از معادلات کسری، معادله درجه دوم کسری بهتون بدن، قطعا قادر به حل کردنش هستید. حله؟ یه حله بیاد ببینم، یه حله بیاد برام ببینم. یاد گرفتین چی شد؟ بله 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 بله. یه 5% خدا، یه 5% گذاشتید کنارا. خب خدا رو 100,000 مرتبه شه، خدا رو 100,000 مرتبه شه. بله خانم عبدالله یاد گرفتین شما، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب عرض کنم که دقیقا تنها ایرادی که داره هدیه همینه. به خاطر همین پیشنهاد من به شما این بود که معادله درجه دوم کسری رو هر چند هم بلد باشید و یاد گرفته باشید، جزء تست آخری باشه که حل کنید. یعنی من اگه من آمری یه داوطلب حرفه‌ای کنکور میرسم، مطمئنم تست میتونم حل کنم، میذارم جزء آخرین تست حلش میکنم، خیلی همون اول نمیرم. ریشه ها اگر مخرج رو صفر نکنه قابل قبوله، دقیقا پا نیست. نکته ریزیه ها حتما باید بهش دقت داشته باشی. خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر همه یاد گرفتید این سوال، و سوال فوق العاده ای بود که حل کردیم. من تو این آزمون اومدم قایت سوال آوردم ها، یعنی درجه سختی این آزمون دقیقا سخته، متوسط هم نیست، بالاتر از متوسط و سخت. در سوال شماره 3 در کنکور اگر طبق روال برگزار بشه، شما با مبحث تابع طرف هستید، مبحثی فوق‌العاده مهم. خب ما هم در سال دهم تابع رو با هم خوندیم، هم در سال یازدهم، یعنی به طور متوسط تابع دهم و یازدهم 3-4 تست رو در کنکور به خودش اختصاص میده، یعنی چیزی معادل 15-20%. و یکی از مهم، نگم مهمترین، واقعا جزء اولی نباشه دومیه. مشابه همین تست دقیقاً آرمین جان، چیزی که ما حالا نشستیم در اصل این سوالا که تر میشه، تموم گرایش آزمون‌های آزمایشی رو ما نشستیم دونه دونه‌ش رو رصد کردیم، گرایش‌ها به چه سمتیه، کنکورهای سال اخیر رو دیدیم، یعنی این سوالا همینطور الله بختکی تر نشده، رفتیم دیدیم ترتیب چی بوده، از چی تو چند سال سوال اومده، گرایش آزمون‌های آزمایشی، چون معمولاً گرایش آزمون‌های آزمایشی رو کنکور خیلی تاثیرگذاره، همه اینا چک شده. بنابراین 99%، خب من که طراح کنکور نیستم بیام به تو بگم 100%، 99% شما معادله درجه دوم کسری در کنکور سوال خواهید داشت. خب سوال شماره 3 همونطور که گفتم مبحث تابع است، مبحثی که شما باید فوق‌العاده روش وقت بذارید، تابع دهم، تابع یازدهم. خب در تابع دهم ما در اصل بحث دامنه و ضابطه رو داشتیم، و در تابع یازدهم ما انواع توابع رو کتاب درسی شما به ما معرفی کرده، در کنارش اومده 4 عمل اصلی رو هم به ما گفته. بله فاطمه، آخر سرم لینک کانال رو براتون خواهم گذاشت.
خب تابعی که ما داریم میبینیم تابع چند ضابطه ایه. اگر الان اصلا ازت بپرسم این تابع چند ضابطه ای، میگه آمین نگاه کن این یه ضابطه، این یه ضابطه، این یه ضابطه. تابعی که تو الان نوشتی، این سوالی که ما داریم میبینیم، ما با یک تابع سه ضابطه ای طرفیم. من تقریبا سخت در این سوالی که از یک تابع چند ضابطه ای میشه مطرح شد رو الان برای تو اینجا نوشتم. باز هم تأکید میکنم با حل کردن این تست ها خیلی مواقع است تست ها براتون آب خوردن میشه. بچه‌ای که در طی سال با من بود کلاس داشتن میدونن، میگم همیشه بریم سخت‌تر رو حل کنیم که کنکور برامون راحت باشه. این سخت‌ترینشه. بخوان بترکونن از تابع چند ضابطه ای سوال بدن، همچین سوالی بهت میدن. خب بیار ما حل کنیم ببینیم چی میشه. گفته در این تابع اگر F منفی به علاوه F رادیکال 2 مساوی 6 باشه، F 4 هم مساوی F رادیکال 4 باشه، حاصل F منفی 2 به علاوه 6 کدام است؟ میگم این سوال خیلی پیچیده است. معمولا یه تابع چند ضابطه‌ای میدن، حاصل اینو میخوان. میگم میدونم، ولی بذار اگه سخت‌ترینش اومد تو قادر به حل کردنش باشی. آقا اول باید بیایم ببینیم هر کدوم از این F ها تو کدوم یکی از این ضابطه‌ها قرار میگیرن. میگم داریم F منفی 1، میگه خب منفی 1 میره تو x های کوچیکتر از 0 قرار میگیره، یعنی من قطعا باید برم تو این بالایی قرارش بدم. میگم F رادیکال 2، بارها بهتون گفتم مقدار رادیکال 2 رو حفظ کنید. یکی از رادیکال های رایجیه در کنکور که مقدارش هم نمیگن بهت. رادیکال 2، رادیکال 3، رادیکال 5، رادیکال 6، این 4 تا رادیکال فوق‌العاده رادیکال های مهمی هستند که در اصل به درد شما میخورن در کنکور. بچه ها جواب این سوالاتون رو همه رو آخر کلاس بهتون خواهم داد. مهندس جان دارم میبینم چت های شما، ولی چون وسط درسه نمیتونم جواب بدم، تک تکش رو جواب در آخر ساعت جواب خواهم داد. میتونی با مراجعه به یا با تماس با مجموعه آنلاین آکادمی به جزوات دسترسی پیدا کنی. شماره رو اعلام خواهم کرد، 66400 66400 330. آخرش هم براتون مینویسم که بتونید با مجموعه در تماس باشید. حالا میگم F رادیکال 2، رادیکال 2 یعنی 1 و 14 هم تو کدوم یکی این ضابطه ها قرار میگیرن؟ میگه آره 1 و 14 هم میره تو این ضابطه دومیه قرار میگیره. پس الان تونستیم شناساییش رو انجام بدیم. بیاریم سراغ حلش. F منفی 1 یعنی چی؟ یعنی ضابطت رو شناسایی کن. هر جا که X دیدی، هر جا که چی دیدی؟ X دیدی، به جاش منفی 1 قرار بده. پس میگم میشه منفی 2، x دیدم به جاش منفی 1 قرار میدم به توان 2 به علاوه. ببین این اگر x منفی 1 باشه، منفی 1 ضرب در a میشه منفی a، پس اینم میشه منهای a به علاوه. خب اینو که قرار دادیم سر جاش، F رادیکال 2 قراره بره تو وسطیه قرار بگیره. بچه ها مگه X داره به من جای Xش رادیکال 2 قرار بدم؟ میگه آمری تو وسطیه که X وجود نداره چیکار کنم؟ میگم اگر دیدی X وجود نداره و متغیر دیگه وجود داره، کل اون عبارت رو بنویس. یعنی F رادیکال 2 میشه A دو منهای 2. آقا ایکسی نداره که من برم جاش رادیکال 2 بذارم، بالا یه ایکس داشت گفتم به جاش منفی 1 قرار دادم، وسطی ایکس نداره، متغیر دیگه قرار داره، کل اون رو رفتم قرار دادم اونجا. حالا دوباره نگاه کن، میگم خب اوکی این قرار مساوی 6 قرار گرفته، بیا بریم یه دور دیگه سادش کنیم. منفی 1 به توان 2 که میشه خود 1، پس در اصل این اتفاق براش میافتاده. یه منفی 2 منهای آ به علاوه آ 2 منهای 2 مساوی 6. میگم پس این در اصل مرتبش میکنم، استانداردش میکنم. استاندارد به ما چی میگه؟ میگه از توان بزرگتر بیا به توان کوچیکتر. یعنی میشه آ 2 منهای آ، یه منفی 2 دارم با منفی 2 میشه منفی 4، این 6 رو بیارم اینور میشه منفی 6، منفی 6 منهای 4 برابر میشه با منفی 10 مساوی 0. اینو همینجوری نگهش میدارم، اینو همینطوری نگهش میدارم. اینو تا اینجا قبوله؟
تا ساعت 10 کلاسه. بله تا ساعت 10 کلاسه. اینم تا اینجا قبوله. حالا بریم جلوتر بچه‌ها. من تا این سوالی ایرادی داشت، من یادم رفت. این مثبته، این مثبت دو بوده، یعنی اینجا هم میشه مثبت دو. اینو یادم رفت همون اول ایرادشو برطرف کنم. ایراد تایپی داشته این سوال. اون مثبت دو بوده، یعنی اینجا اگه مثبت دو باشه اینجا با منفی دو ساده میشه، این از بین میره، میشه منهای 6 مساویه 0. این ایراد شما هم تو جزوهتون درست کنید، میشه منهای 6 مساویه 0. چه اتفاقی افتاد؟ اتحاد جمله مشترک به ما داد، میگم دو تا عدد بگو جمعش بشه منفی 1 ضربش بشه منفی 6. میگی خب اوکی، اون دو تا عدد بودن منفی 3 مثبت 2، یعنی آما یا عدد 3 بوده، یعنی دونه دونه شما مساوی 0 قرار میدیم، یا آما منفی 2 بود. آقا ما یا نداریم که، یا باید 3 باشه یا باید منفی 2 باشه، کدومشونه؟ میگم بیا جلوتر، مگه نگفته F4 مساوی F رادیکال 4؟ خب F4 تو کدوم یکی از اینا قرار میگیره؟ میگه آمری F4 میره تو این پایینیه قرار میگیره. میگم F رادیکال 4، میگی رادیکال 4 میشه 2، اگر بشه 2 میره تو این وسطیه قرار میگیره. بیا بنویسیمش. F4 جای X داره، میگی آقا X داره پس میتونم جای X هم عدد 4 را قرار بدم، پس جای x 4 قرار بدی میشه 4a منهای 5 مساویه با f رادیکال 4 میشه 2، میره تو این وسطیه قرار میگیره، یعنی در اصل میشه چند؟ a2 منهای 2. خب آقا این تساویه به ما چی رو میده؟ میگم این تساویه باعث میشه، این تساویه باعث میشه که تو بتونی آت رو شناسایی کنی. چطوری؟ یه بار برو جای آت 3 بذار اینجا ببین تساویت رو برقرار میکنه. نگاه کن، میگم 4 ضرب در 3 12، 12 منهای 5 7، این برم جای آم میذارم 3، میگم 3 به توان 2 9، 9 منهای 2 هم میشه 7. میگم آقا نگاه کن تساویت برقرار شد. میگه آمری پس اگر تساویت برقرار شد این قابل قبوله، پس مطمئنن پایینیه غیر قابل قبوله. این اتفاق تو از اینجا تونستی آ رو شناسایی کنی. حالا قبول داری؟ بیا اینجا بنویسیم که قاطی نشه. قبول داری؟ ببین چه سوالی، یعنی تو این سوال بتونی حل کنی دیگه اصلا تابع چند ضابطه ای رو هوا میتونی حلش کنی. میگم خب اوکی، الان که مقدار آ رو پیدا کردی بیا هر جا که آدیدی جاش قرار بده، من آ رو به دست نیوردی 3، هر جا آدیدی به جاش 3 بذار، میشه 2x تو به علاوه 3x، x های کوچیکتر از 0. اینجا جای آم 3 میذارم، 3 به توان 2 9، 9 منهای 2 7، این تابه تابه ثابته، x های بزرگتر مساوی 0 کوچیکتر از 4. بیا سراغ پایینیه، جای آت 3 بذار میشه 3x منهای 5 برای x های بزرگتر مساوی 4. حالا میگیم آقا جون، حالا که این اتفاق افتاد، حالا که ممنه در از تابع 3 ضابطه مشخص شد، حالا چی رو میخواد ازم؟ میگی f منفی 2 به علاوه f 6 رو میخواد، برو اونجا. میگم f منفی 2 تو کدوم یکی از اینا قرار میگیره؟ میگه آمری تو x های کوچیکتر از 0. دارم f 6، میگم f 6 تو کدوم قرار میگیره؟ میگه تو پایینیه قرار میگیره. بیا تو بالای جای x مون بذاریم منفی 2، میشه 2 در منفی 2 به توان 2 به علاوه 3 تا منفی 2، درسته؟ منفی 2 به توان 2 میشه 4، 4 ضرب در 2 میشه 8، 3 ضرب در 2 هم میشه منفی 6، 8 به علاوه منفی 6 میشه 2. آقا جواب اینو به دست آوردم، 2 به علاوه. برم جواب F6 رو به دست بیارم، این F6 میرفت تو این پایینیه قرار میگیره، جای X 6 بذار، 3 ضرب در 6 18، 18 منهای 5 هم میشه 13. آقا اینم به دست آوردم 13، 13 به علاوه 2 برابر میشه با 15. گزینه شماره 1 جواب صحیح تسته. بله جواباتون رو دیدم، عالی بود، متشکرم. آقا بچه های طول سال ماشاءالله ترکوندین، دم شما گرم، عالی بود، عالی بود.
این سخت‌ترین سوال و سخت‌ترین تستیه که میتونن از یه تابع چند ضابطه‌ای برای شما مطرح کنن. این رو اگر قادر به حلش باشی، یعنی تست چند ضابطه‌ای، تابع چند ضابطه‌ای رو قطعاً از پس حل کردنش برمیای. نصاب بی‌نظیر بود. بقیه بچه‌ها جواباتون رو همه رو دیدم، فوق‌العاده بود، متشکرم ازتون. حالا این تست شماره 3 بود که از تابع چند ضابطه‌ای ما برای شما مطرح کردیم. اینو یادتون باشه، اگر قرار باشه از تابع 11 سه تا سوال بیاد، اینایی که بهت میگم از بین تابع ثابت چند ضابطه‌ای و همانی یک سوال میاد، حالا میتونه اصلا سوال ترکیبی باشه ها، از تابع پلکانی، تابع ساین، تابع براکت، تابع قدر مطلق یه سوال میاد و یک سوال هم قطعا از 4 عمل اصلی بر روی توابع داری. ببین قشنگ دارم برا رو بهت میدم. حالا تو نکاتش میام دونه دونه اینا رو برات تشریح میکنم، میام اوکی تابع چند ضابطه‌ای میتونه اینطوری میشه بیاد، میتونه دیگه اینا رو نده مستقیم بیاد اینطوری بهت سوال بده، خب کارت راحت تره، میتونه نمیدونم سه تا تابع ساعت بده، نو تابع پلکانی، من همه اینا رو برات تشریح میکنم. ببین میخوام قصه قالب نکاتش بیاد دستت، انواعش رو برات حل میکنم. میگم خب از اینا میخواد یه سوال بیاد اینطوری میاد، اینطوری میاد، اینطوری میاد، اینطوری میاد، از چه میدونم 4 عمل اصلی بیاد، میتونه اینطوری سوال بده، میتونه ضابطه‌ای بده، میتونه مجموعه‌ای بده، کلش رو برات هر چی هست میریزم رو. میگم آقا این سوالای کنکور. اون وقت خودت کامل تغییر رو حس میکنی، میفهمی چقدر تغییر کرده. آرتا جان تو کلاس‌های سالیانه جمعش خواهیم کرد، به بعدش نفهم و ببخشید از F4 اینا رفتم اینجا جای X 4 گذاشتم، این F رادیکال 4 بود، رفت تو وسطیه نوشتم آدومن های دو، به یک تساوی رسیدم. بهتون گفتم یک کدوم از این آباد قابل قبول باشه، جفتش نمیتونه. رفتم 3 رو گذاشتم تساوی برقرار شد، مطمئن شدم این قابل قبوله، این غیر قابل قبوله. موقعی که آ رو به دست آوردم 3، رفتم اینجا هر جا که آ دیدم به جاش عدد 3 رو قرار دادم، یه تابع 3 ضابطه‌ای به من داد که دیگه مجهولی مثل آ وجود نداره. موقعی که مشخص شد گفتم خب چی رو ازم خواسته؟ F منفی 2 علاوه F 6. رفتم پیدا کردم دیدم F منفی 2 تو دامنه بالا قرار میگیره، F 6 تو این دامنه قرار میگیره، تو بالایی جای Xش گذاشتم منفی 2، تو این پایینی جای Xش گذاشتم عدد 6 رو تونستیم به جواب برسیم. سوال سختی بود که از تابع 3 ضابطه‌ای با هم حل کردیم. بچه ها میتونستم امروز بیام سوال فوق العاده راحت براتون حل کنم، خب بگم بچا نگاه کنید تابع 3 ضابطه ای، اینا رو نمیدادم، کلا اینو بهتون میدادم، حاصل اینو میخواستم. من چه راحت دمت گرم، خیلی ممنونیم ازت، چه راحت حلش کردی. ولی واقعیت اینه که میخوام قشنگ با واقعیت روبروت کنم، این میانگین های ریاضی که میبینی فاجعه وار هر سال، یعنی تو 3 سال اخیر ما بالای 5% میانگین نداشتیم، به خاطر اینه که یه سری نمیدونم دبیر نما بگم، بگم مثل همکارای خودم، میان درس رو راحت به دانش آموز درس میدن، سوال راحت هم براشون حل میکنن، بعد دانش آموز که میره توی کنکور دفترچه کنکور رو باز میکنه اسم میکنه خط میخیه، اصلا نمیدونه سوال ازش چی خواسته. به خاطر همینه که درصدای ما اینطوری فاجعه واره در درس ریاضی. من امروز دارم با واقعیت ها تو رو روبرو میکنم. اگر طالب رشته خوب، دانشگاه خوب هستی، باید ریاضی بزنی تو کنکور، اصلا شک نکن. ریاضی هم باید قادر باشی این تستا رو حل کنی. ببین دارم واقعیت رو قشنگ بهت میگم، نمیخوام گولت بزنم بگم آقای سوالای راحت میاد، آقا کنکور یعنی این. ولی میتونم این قول رو بهت بدم که تو نکته و تست به اون مرحله از آمادگی میرسونمه که خیلی راحت بتونی این تستا رو حل کنی. این قول رو میتونم بهت بدم. خانم تبسم خانم، هیچ بایدی وجود ندارد که حتما باید کتاب من رو بگیری، ولی کتاب مبتکرانی که من تألیف کردم، این رو با قدرت بهت میگم، جامع ترین کتابیه که در بازار وجود داره.
جامع ترین کتابیه که در بازار وجود داره. نوشته ریاضی آمار انسانی، انتشارات مبتکر و مؤلف شهرام عامری. قوی ترین کتابه توی بازار، بدون شک این رو بهت میگم. خیلی کتاب خوبیه. خیلی ممنونم بهمان، کتابش بی نظیره. یعنی خیلی من پای اون کتاب وقت گذاشتم که می دیدید که تموم تست ها توشه، تموم کنکور ها توشه، آزمون داره توش. کتاب بی نظیریه اون کتاب. حالا هم خوب شد نسبت به ریاضی، خدا رو صد هزار مرتبه شکر هانیه. بریم جلوتر. تست شماره 4 قطعا برخورد میکنی تو کنکور باهاش. 4 عمل اصلی 100% در کنکور سواله. سوالی که من نوشتم وقت گیره، ولی عملا چی بگم آرتا؟ چی بگم؟ آیا اون پول حرام بوده حلال بوده؟ اینش واقعا نمیدونم که اون دوستی که حالا رفتن پیششون چقدر زحمت کشیده، شاید کمکاری از طرف خود اون بستگان شما بوده. این رو ما نمیدونیم که بخوایم در اصل حالا بذاریم توی کفه ترازو ببینیم چه اتفاقی افتاده. ولی خود شما که در کلاس‌های سالیانه من بودی مطمئنم تفاوت ریاضیت رو احساس میکنی. اگر اینطوری نیست بگو، اگر اینطوری هستم بگو. تغییرهایی که کردی تو ریاضی، اصلا روز اولم قولی که بهتون دادم همین بود، گفتم ریاضیتون رو قوی نمی‌کنم، تک تکتون رو تبدیل می‌کنم به دبیر ریاضی، یعنی بتونید تدریس کنید. نمی‌دونم چقدر تو کارم موفق بودم، ولی نهایت سعیم رو کردم. میلاد جان راجبش توضیح دادم. بله به نظر من میرسی، وقت کافی هم وجود داره. سوال بعدی که بهتون دادم فارغ از خود سوال، عملا میخواستم کاری بکنم که 4 عمل اصلی رو تو یاد بگیری. یعنی یه دور با این تست همه اعمال روی مجموعه ها رو دارم به درس میدم. یه تستی تر کردم که توش جمع مجموعه ها، تفریق مجموعه ها، ضرب، تقسیم، همه چی رو داشته باشه. همه چی رو داشته باشه که تو که امروز اومدی سر کلاس یاد بگیری، بگی آقا 4 عمل اصلی رو مجموعه ها اینه. گفتیم آقا اگر توابع اف و ج مفروض باشند، میانگین اعضای برد تابع اف به علاوه ج بر روی اف منهای ج چند باید با میانگین اعضای برد اف ضرب در ج بر روی اف تقسیم بر ج اختلاف دارد. خدا را صد هزار مرتبه شکر آرتا، انقدر شما پیشرفت کردی. خب میگم بچه ها 4 عمل اصلی بر روی توابع میتونه به دو صورت تو کنکور مطرح بشه. یا به صورت مجموعه‌ای و زوج مرتب. ما گفتیم به تک تک اینا میگیم زوج مرتب. یعنی اگه بهت بگم تابع اف چند تا زوج مرتب داره، تو هم میگی 3 تا زوج مرتب داره. تو هر کدوم از زوجهای مرتب به مؤلفه اول میگفتیم ایکس ها یا دامنه، به مؤلفه های دوم میگفتیم ایگرگ ها یا برد. این قبوله؟ حالا میگه آقا 4 عمل اصلی رو خواسته. میگم برای انجام 4 عمل اصلی بر روی توابع، ابتدا اشتراک دامنه اونها رو به دست بیار. یعنی چی؟ میگم آقا اولین کاری که میکنی بیا دی اف اشتراکش با ج رو به دست بیار. بیا ببین آقا تو این زوج مرتبا تو کدوم یکی مؤلفه های اولشون با هم یکسانه؟ میگی خب آمر اینجا رو نگاه کن، تو این زوج مرتب مؤلفه اولش یکه، این زوج مرتب اینم مؤلفه اولش یکه، پس دامنه این دوتا با هم اشتراک دارن. میری جلوتر میگی آمر این نگاه کن، تو زوج مرتب دوم مؤلفه اول این 3، اینم زوج مرتبی داره که مؤلفه اول اینم 3، دوتا خط بینشم که با هم قاطی نشه. میگی پس 3 هم اشتراک داره. میگم 5 چی؟ 5 اشتراک داره. میگی نه خیر 5 اشتراک نداره. میگم آقا خودتو راحت کن خطش بزن. این 6 اشتراک داره بین دوتا مجموعه. میگم آره 6 هم نداریم و میگم اونم خطش بزن که اشتباه نکنی. این حرف من همین الان بده تو ذهنت، هر اتفاقی که بعد از 4 عمل اصلی بر روی توابع بیفته دامنه توابع تغییری نمیکنه. مؤلفه اول تو هیچ وقت نمیتونی تغییر بدی. هر اتفاقی که آقا هر بلایی که بخواد سرش بیاد مطمئن به سر مؤلفه دومه میاد، اولیه تغییر نمیکنه. حالا
میگم حالا که اشتراک دامنه هاشون رو گرفتیم بیا F به علاوه J رو حساب کنیم. میگی خب چی میشه F به علاوه J؟ میگم قبول دامنه هاشون توی یک اشتراک داره. میگی آره. میگی ناش این دوتا. میگم بیا مؤلفه اولشون رو بنویس، مؤلفه های دومشون رو با هم جمع کن. میگه آقا خب این 4 بوده، اینم 2 بوده، جمع هم خواسته 4 به علاوه 2 میشه 6. میگم برو سراغ بعدی، مگه 3 نبوده؟ این 3 این 3 سه رو مینویسم دامنه رو. میگم بیا مؤلفه دومهاشو هم جمع کن. میگه 7 به علاوه 5 میشه 12. میگم خسته نباشی، این F به علاوه J به دستش آوردی. بریم سراغ F منهای J. میگم F منهای J رو بیا با هم به دست بیاریم. میگی میشه 1 و مؤلفه دومهاشون رو از هم کم میکنم. F منهای J رو خواسته، اینو منهای این خواسته. میگی F منهای J میشه 2، منهای 4 میشه منفی 2. حالا دوباره بریم رو چه اشتراک داریم؟ رو 3 داریم. F منهای J رو خواسته، 5 منهای 7 میشه منفی 2. میگه آمدی اینم F منهای J رو به دست آوردم. بریم سراغ F به علاوه J، بریم سراغ F ضرب در J، F تقسیم بر J. میگم آقا F ضرب در J رو بیاییم به دست بیاریم. میگی میشه 1 و میگی بیا مؤلفه دومهاش رو تو هم ضرب کنیم، 4 ضرب در 2 میشه 8. میگم 3 و میگی بیا مؤلفه دومهاش رو تو هم ضرب کنیم، 5 ضرب در 7 میشه 35. آقا اینم F ضرب در J. بریم سراغ F تقسیم بر J. بیاین پایین ببینیم میتونیم به دستش بیاریم. میگم F تقسیم بر J میگی میشه 1 و بیا تا بیا مؤلفه دومهاشون رو هم تقسیم کنیم. آقا این میشه 2 تقسیم بر 4 میشه 2 چهارم، سادهش کنم میشه 1 دوم. بریم سراغ 3. میگم میشه 3 و میگه بیا مؤلفه دومهاشو بر هم تقسیم کنیم. F تقسیم بر J رو بشه 5 هفتم. ببین چقدر راحت ما الان تونستیم 4 عمل اصلی رو بر روی مجموعه ها انجام بدیم. جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. هر 4 عمل رو بر روش انجام دادم. الان هر کاری که بخوام بکنم دیگه برام کاری نداره که. میگه آقا F به علاوه J. ببین اینجا دوباره اومدم چه کلکی زدم بهت. گفتم حالا که به دست آوردی دوباره بیا هم تقسیمشون کن. پس تو میگه آقا F به علاوه J بر روی F منهای J، یعنی باید این دوتا بر هم تقسیم بشن. نگاه کن این F به علاوه J، این F تقسیم بر J، اینم F منهای J، تقسیمشون کن. میگی میشه 1 و اینا تقسیم بر این کن، 6 تقسیم بر منفی 2 منفی 3، بیا 3 12 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 6. میگه آقا این اولیه به دست آوردم. میگم حالا F ضرب در J تقسیم بر F تقسیم بر J هم میشه به دست بیاری. میگی میشه 1 و F ضرب در J رو تقسیم کن. آقا مؤلفه اعلاش ما هم یکیه، میشه 8 تقسیم بر 1 دوم. ببین میشه 8 تقسیم بر 1 دوم. خب یه مخرج 1 بده دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه 16. میگم 3 و آقا رو تقسیم بر این کن، میشه 35 تقسیم بر 5 هفتم. در دور در دور، نزدیک تر نزدیک، ما میتونیم یک در میان ساده کنیم. اینو با این ساده میکنم میشه 7، 7 ضرب در 7 میشه 49. حالا گفته چی؟ گفته آقا میانگین اعضای برد این تابعه. خب برد میشه چی؟ میشه مؤلفه دوم. میانگین یعنی چی؟ یعنی عددشو با هم جمع کن تقسیم بر 2. میانگین اعضای برد این تابع یعنی منفی 3 به علاوه منفی 6 تقسیم بر 2 میشه منفی 9 دوم، میشه منفی 4 و نیم. حالا دوباره میانگین اعضای برد این میشه 49 به علاوه 16 تقسیم بر 2 میشه 59 میشه 65 دوم. 64 دوم میشه 32 میشه 32 و نیم. این عزیز گفته چند واحد اختلاف دارن، درسته؟ پس باید بیایم اینا رو از هم
کم کنیم بچه ها چه اتفاقی میفته؟ میشه 32.5 منهای منفی 4.5 منفی در منفی مثبت 32.5 به علاوه 4.5 برابر میشه به عدد 37. یعنی در اصل کسی اینو جواب داده؟ به 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 ویدا عالی بوده، عالی بود، عالی بود. نرگس خوش اومدی. این هم یه سوال جامع، یه سوال ریفرنسی بود که من در اصل هدفم از طرح این سوال این بود که بتونم به تو هر 4 عمل اصلی بر روی توابع رو درس بدم. یه خورده شیطنتم کردم، اومدم توش یه خورده آمارم قاطی کردم، بحث میانگین رو هم به وسط کشیدم. باز هم این رو الان به تو با قدرت میگم، اگر روی این تست تمرین و تکرار داشته باشی مطمئن باش تست 4 عمل اصلی بر روی توابع اگر به صورت زوج مرتبی بیاد رو قطعا در کنکور حل میکنی. ببین دارم با چه اعتماد به نفسی باهات صحبت میکنم، میگم قطعا، شک نکن، چون که از دید طراح هر چیزی که میتونه طرح کنه رو من الان تو این سوال به تو دادم. آقا توی یه سوال میاد یه دونش رو از تو میخواد، تابه ها رو میده، میگه اف به علاوه ایجه رو میشه برای ما به دست بیاری؟ آقا میشه اف منهای ایجه، اف ضرب در ایجه، اف تقسیم بر ایجه رو برای ما به دست بیاری؟ من اومدم یه سوالی تر کردم، همه رو ازت خواستم، گفتم بذار یهو تو همین یه سوال قالش رو برات بکنم، زومتو بذاری رو همین یه سوال خودت رو قوی کنی. امین جان ندیدم چی زدی عزیز من، عرض کردم چرتا میره من نمیبینم. سپر جان یه یا آب به هم میدی قربونت دارم، مرسی ممنون ازت. تو این آزمون زهره آره، ولی خب مثلا بهت میگم تو نکته و تست 4-5 نمونه ازش حل میکنم، ولی تو این آزمون چون که یه سوال داریم، ما هم استاندارد کنکور سوال دادیم، همین یه سوال آوردیم ولی یه سوال جامعی آوردم که قالش رو برات بکنم. خب این هم از پس این سوالش در کنکور، بازم حالا دبیر ریاضی نگیم 100%، 99.9% تو کنکور همچین سوالی رو میده. سوال بعدی که میخوایم بریم سراغش، سوالیه که از مبحث سهمی یا همون نمودار معادله درجه دوم در کنکور مطرح شده. جالبه بدونید که الان از سوال 5، خیلی ممنونم سپر، متشکرم ازت، از سوال 5 یه خورده کنکور سوالاش راحت میشه. الان شما همین راحتی رو حس خواهید کرد. پس الان به این نتیجه رسیدیم 4 سوال اول کنکور به طور معمول سوالای سختی هن. از سوال شماره 5 سوال خود آسون تر میشه. چرا نخونی رضا جان؟ چرا گزاره ها رو نخونی؟ یک تست 100% در کنکور داره، 4 تا جدول باید حفظ کنین. اصلا رضا تنها مبحثیه که 90% کارش به عهده داوطلبه، به عهده دانش آموزه، بقیه کتاب و کلش رو من دبیر باید تفهیم کنم، گزاره ها رو تو باید حفظ باشی، من کاری نمیتونم برات بکنم. هیوا جان سال کنکور امسال نیست، مشابه کنکوره. اولا که بهتون پیشنهاد میدم کنکور 1400 رو به هیچ وجه حلش نکنید. خب بچه هایی که تو کانال من عضو هستن میبینن تحلیلش رو براتون انجام دادن، البته همون زمان کنکور یه همه که دفترچه اومد بیرون تحلیلش رو انجام دادیم، فکر میکنم بالغ بر 8 الی 9 تست خارج از مفاهیم کتاب درسی و غیر استاندارد بودن. حرف من رو گوش کنید، کنکور 1400 رو به هیچ وجه تحلیل نکنید، سوال کنکوری فوق العاده استاندارد که قطعاً و قطعاً نگم امیدوارم دیگه مشابهش رو در سالهایی که تا سالی که کنکور هست نبینیم. اصلا سوال شماره 5 سوال سهمیه، سهمی از راحت ترین تست های کنکوره، پس تا 4 سخته، سوال 5 میشینه،
قدرت میشینه. دست طراح تو طرح تستی مثل سهمی خیلی بسته است بچه ها. من طراح آزمون آزمایشی هم، موقعی که میخوام سهمی رو طرح کنم عزا میگیرم. دست طراح بسته است، قالب سوالاتش کمه. پس تو مطمئن باشه که تستایی که همون اول باید بری سراغش برای حل کردن تست سهمیه. آقا آریان چه حرفیه تو میزنی؟ بگو آقا اصلا اشتباه. آیا من میشه بچه ها میگم، میگم برید آقا برید تو حل سوال. اب نداره، اصلا دلیل نداره همه رو درست حل کنی، اب نداره اشتباه حل کن. ولی موقعی که تو حل میکنی حتی به جواب اشتباه میرسی، زمانی که من درستش رو حل میکنم میره قشنگ ملکه ذهنت میشه. گفته هرگاه محور تقارن سهمی به این معادلهی که میبینیم به صورت x مساوی 3 باشد، سهمی محور y ها را با کدام عرض قطع میکنند؟ بیا چند تا چیز تو سهمی بهت یاد دادم. اول اینکه محور تقارن، محور تقارن یعنی چی؟ سهمی یه فرمول بیشتر نداره برای طول رأسش. x مساوی منفی ببر به 2، من نوعی طراح میخوام سوال صورتش رو برای تو بپیچونم، محور تقارن کجا بود؟ آقا محور تقارن هم فرمولش x مساوی منفی ببر روی 2 آه. میگه آقا اولا اینو یادمون باشه، سهمی آقا یه منحنیه دیگه، یه منحنی به این شکله. آها اینو در نظر بگیریم، یا سهمی این شکلیه یا سهمی این شکلیه. ما به این منحنیه میگیم سهمی. سهمی نمودار معادله درجه دومه، صورت کلی معادله درجه دوم. ax دو به علاوه bx به علاوه c مساوی صفره. این رو یادمون باشه، ضریب x تو همواره برابر a، ضریب x همواره برابر b و عدد ثابت برابر cه. حالا بیاییم رو صورت سواله. گفت آقا اگر محور تقارن این سهمی به این معادله 3 باشه، سهمی محور عرضها محور y‌ها رو با کدام عرض قطع میکنن؟ یعنی در اصل عرض از مبدر است تو میخواد. الان چیز جالب ترم بهت میگم. میگم آقا x رو تو صورت سوال چند بهت داده؟ میگی 3 داده. میگم میشه تو این سواله الان A و B و C رو برای من مشخص کنی؟ میگه آمری کاری نداره که، ضریب X تو هرچی باشه میشه A، ضریب X هرچی باشه میشه B، هرچی تو معادلم بمونه میشه C. حالا میگم میشه منفی B بر روی دو A رو برای من تشکیل بدی؟ میگی منفی B میشه منفی این عبارته، یعنی میشه منفی، موقعی که منفی بهش بدم کل عبارت قرینه میشه دیگه، میشه منفی A به علاوه 1 بر روی، میگم دو A رو هم تشکیل بده. میگی آمون منفی 2ه، دو تا منفی 2 تا میشه منفی 4 تا. میگم خب اوکی، بیاییم طرف این وسطه این بگیریم مقدار آ را به دست بیاریم. میگی منفی آ به علاوه 1 مساوی منفی 12. میگی یه معلوم مجهول میکنم، پس منفی آ مساوی با این یکم بره این ور میشه منفی 1، با منفی 12 میشه منفی 13. بیاییم منفی ها را از طرف این تساوی ساده کن، آت بوده 13. قبول الان آ رو به دست آوردیم. بچه ها نکته به ما میگه تو صورت تست اگر عرض رو ازت خواستن، گفته با کدام عرض قطع میکنن، یعنی عرض از مبدأ رو ازت خواستن، تو معادله C همون عرض از مبدأ. ببین کار تو راحت کردم، گفتم آقا C تو معادله همون عرض از مبدأ. خب سیمون چیه اونجا؟ میگه آمری سیمون بوده منفی آ به علاوه 3. میگم خب آ تا چند در آوردی؟ میگی 13. میگم جای آت بذار 13 میشه منفی 13 به علاوه 3 برابر میشه با عدد منفی 10. گزینه شماره 3 جواب صحیح تست بود. چی شد امیر؟ سحر عالی بودی، حدیث تو که اصلا تمومه کار. x مساوی منفی به برای دو آ رو تشکیل دادم امیر، از توش مقدار آ رو به دست آوردم.
موقعی که میگه سهمی محور یک کارا با کدام ارز قطع میکند، یعنی ارز از مبدا ارزت میخواد. در معادله درجه دوم، در این معادله سهمی، سی همون ارز از مبدا، سی اینجا بوده منفی آ به علاوه سه، پس این همون ارز در اصل به نشون میده سهمی محور سال با کدام ارز قطع میکنه، فقط جای آ مقدارش رو قرار دادم به همین راحتی. سوالی راحت، سوالی استاندارد، سوالی باز هم تو سوالای سهمی یه مرد نکته داره. آره هم باحاله، باحاله. فکر کردم آر نه آر نخواسته بود، گفته بود سهمی محور ایگرک ها را با کدام ارز قطع میکند. آر را که به دست آوردم گفتم اگه بگه سهمی محور ایگرک ها را با کدام ارز قطع میکند، یعنی سیه را میخواد. خب آم که 13 بود، اومدم جای آم 13 گذاشتم، شد منفی 13 و علاوه 3 شد منفی 10. گزینه شماره 3 جواب صحیح این تست بود. خب سوال شما ببین، سوالا اومد لولش پایین تر. یه سوال داره سعید، یه سوال داره تو کنکور. سوال آسون شده، در اصل رفته تو سال دهم. سوال شماره 6 در کنکور سوالی از تابع خطی. خب ما تو تابع خطی سال دهم بحث شیب رو داشتیم، بحث ارز از مبدا رو داشتیم، بحث نوشتن معادله خط رو داشتیم و این تست همچین چیزی مطرح میشه. به من دوباره من یه تست کلی رو بهت سوال دادم. خب یه سوال کلی بهت دادم، گفتم هرگاه شیب خط گذرنده بر نقاط، دو تا نقطه برات در نظر گرفتم، دو تا نقطه که بهت، خودت بیا نامگذاریشون کن، یکیشونو بذار آ یکیشونو بذار بی، عملی فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه کدوم آ باشه کدوم بی باشه. گفته اگر برابر دو باشد معادله خط کدام است؟ حرف منو گوش کن. میگم ما برای نوشتن معادله خط، ازت میخوام اینا رو پایین، این چیزایی که پایین سوالا حتما یادداشت کنی، به خدا خیلی تو کنکور به دردت میخوره. من زنده شما زنده، بعد از کنکور میبینم پیاماتو همون سوال بود تو کنکور اومد، این همون نکته‌ای بود که گفتی، پس الان یادداشت کنی اینا رو. میگم آقا برای به دست آوردن معادله خط تو به یک نقطه احتیاج داری و شیب. میگه آمری شیبه رو بهم داده، شیبه رو بهم داده دو. میگم پس اوکی شیبه رو بهت داده دو، تو هم دو تا نقطه داری ولی این نقاط توش مجهول داره. اصلا ریاضی رابطهش با این مجهولا خوب نیست. میگه همیشه مجهولا رو از بین ببر، با من عددی صحبت کن. میگم آقا اگر دو تا نقطه رو داشتی تو این نقاطت مجهول وجود داشت، بیا از طریق این فرمول M مساوی ایگرگ به منهای ایگرگ آ بر روی ایکس به منهای ایکس آ، مطمئن باش میتونی مجهولت رو پیدا کن. مطمئن باش میتونی مجهولت رو پیدا کنی، همین جزوه رو پنل هست، میتونی پرینت بگیری. میگم آقا ام رو شیب و چند مهم داده؟ میگی داده دو، جای شیب هم مینویسم دو مساویه با ایگرگ به، ایگرگ به میشه سه منهای آ، منهای ایگرگ آ، این منهای تو جفت اینا تأثیر میذاره، یعنی میشه منهای آ منهای پنج بر روی ایکس به، یعنی دو به علاوه آ منهای ایکس آ، یعنی منهای آ. میگم خب اوکی، در نتیجه دو مساویه با سه. ببین اولا سه منهای پنج میشه منفی دو، درسته؟ بیا اعمالش هم انجام بدیم بروش. منفی آ منهای آ میشه منفی دو آ، سه منهای پنج میشه منفی دو بر روی مثبت آ منفی آ قرینه یه دو میمونه. میگه آمری یه مخرج یک بده، هر موقع دوتا کس مساوی هم قرار گرفتن بیا طرف وسط این کن، پس میشه منفی دو آ منهای دو مساوی چهار. منفی دو هم میارم این بر معلوم مجهول میکنم، میگم منفی دو آ مساوی شیش، پس آ میشه طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول، پس مقدار آ من به دست میاد عدد منفی سه. میگم آ را به دست آوردم منفی سه. حالا که آ را به دست آوردم منفی سه، بیا یکی از این نقطه ها تو مشخص کن، یا اینو یا اینو، هیچ
فرقی نمیکنه. میگه آم اگر منفی 3 باشه پس این نقطه میشه منفی 3 و اگر این منفی 3 باشه میشه منفی 3 به علاوه 5 میشه مثبت 2. میگم نگاه کن الان هم یه نقطه داری هم شیب داری، یا بیار بذار تو فرمول ایگرگ منهای ایگرگ یک مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک، یا بیار بذار تو فرمول ایگرگ مساوی ام ایکس به علاوه هاش، هیچ فرقی نمیکنه. میگم فرمول، من نگفته معادله خط کدام است، معادله خط فرمول داره، ایگرگ منهای ایگرگ یک مساوی ام در ایکس منهای ایکس یک. میگم نقطه ای که داری نقطه در از x1 و y1 شماست. بیا معادله رو بنویسیم، میشه y منهای 2 جاش y1 هم قرار دادم دیگه، m شیبم رو دارم یعنی 2 در x منهای x1 یعنی منهای منهای 3 که میشه مثبت 3. میگم پس ایگرگ منهای 2 مساوی 2 رو وارد پرانتز میکنم، میگم میشه 2x به علاوه 6، این منفی 2 رو میارم این ور، میگم پس ایگرگ هم میشه 2x به علاوه 8. برو معابر جوابتو بزن. گزینه شماره 4. بله گزینه شماره 4 جواب بوده، متشکرم از جواباتون. دوباره سوالی که من دادم الان بهتون میگم، این آزمونی که تو الان داری میبینی آزمون استاندارد نیست، چون که من تو همه سوالا سعی کردم کل مطالب رو جا بدم. خب الان ببین، اومدم یه جور بهت سوال دادم که نقاطت مجهول باشه، شیب رو بهت دادم که بری اول متغیری مثل آ رو به دست بیاری، زمانی که آ رو به دست آوری بری که تو یکی از نقاطت بذاری نقطت رو مشخص به دست بیاری، با داشتن نقطه و با داشتن شیب معادله خط بنویسی. یعنی باز هم مثل اون سوال چهار عمل اصلی برای تابع اومدم کل تابع خطی رو گردمش توی سوال. حالا تو این اکتباتس میگم آقا اینطوری میتونه سوال بده، میتونه بگه آقا شیبش عمود باشه، میتونه بگه شیبش موازی باشه، بهشو برای تشریح میکنه. آقا تو همون اکتباتس رو بخون برو سر کنکور، خیالتو راحت کن، راحتت کنم آقا. این سوال شماره 6. سوال شماره 7 پانیس توضیح میدم چون وقتمون وقت مناسبه میکنم، تازه ما هم سوال شماره 7 نیم ساعت زمان داریم، پانیس یک ساعت و نیم از کلاسمون گذشته. همیشه هم به بچه های خودم تو کلاس میگم، میگم تو آنلاین اکادمی ما گذران وقت رو متوجه نمیشیم، به خودمون میایم همیشه میگم بچه ها خب 2 دقیقه دیگه مونده، نه من باورم میشه نه بچه ها باورشون میشه. امروز هم فکر کنم همین اتفاق داره میفته تو آزمون، منم میتونم شرکت کنم. آریان جان تو کدوم آزمون میتونی شرکت کنی؟ آزمونی رو ما برگزار نکردیم فعلا. تست شماره 7 در کنکور از آمار سال 11 هم مطرح میشه. بچه ها دو تا سوال پشت سر هم داره، تست شماره 7 تست شماره 8 آمار 11 هم. خب میدونی تو حسابیاتی که در کنکور اعلام شد درس دوم آمار 11 هم حذف شد، نمودار سری های زمانی رو در کنکور حذف کردن. یعنی خب ما همیشه یه تستمون تو کنکور از آمار سال 11 هم از درونیابی و برونیابی مطرح می شد. خب درونیابی و برونیابی دیگه تو کنکور وجود خارجی نداره، پس ما مطمئنیم اگر قرار باشه 2 تا سوال از آمار سال 11 هم به همون بدن، قطعا از شاخصهای آماری سوال میدن. من الان تو این آزمون 2 تا شاخص رو برای شما مطرح کردم، یکی شاخص در اصل بیکاریه، شاخص نرخ بیکاری. خب همه اینا فرمول داره، ما تو سال 11 هم تو آمار چیز واضحی که داریم فرمول برای هر کدوم از اون شاخص هاست. میگیم آقا خود شاخص نرخ بیکاری فرمول داره. ببین بهت میگم سوالا داره راحت میشه، به خاطر به این سوالا میرسی سوالا راحتیه. میگم شاخص نرخ بیکاری میشه جمعیت بیکار به فعال، بحث درصد داره، بله ضرب در صد. این فرمول شاخص نرخ بیکاریه. بله جناب آقای ترمیناتور میتونن بخونن.
حالا کامل دقت کن، میگم یعنی فعال یعنی چی؟ میگم جمعیت فعال یعنی جمعیت شاغل به علاوه بیکار، ما به این میگیم جمعیت فعال. ببین چطوری جایگذاری میکنم. گفته در یک کشوری نرخ بیکاری 15%، خب چون 100 دارن شاخص نرخ بیکاری خوش بهمون داده 15، مینویسمش مساویه. اگر جمعیت فعال این کشور 20 میلیون نفر باشه، فعال مخرجه رو به هم داده 20 میلیون نفر، به ترتیب تعداد بیکاران و شاغلین چند میلیون نفره؟ آقا ما بیکاران نداریم، سوال برامون ایکس برامون، درسته؟ نداریم، نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. حالا باید بریم سراغ حل کردنش. میگم آقا اولا یه صد اینجا داره، از این صده غافل نشو، این تا اینجا قبول. میگم آقا اولین کاری که میکنی بیا این صده رو با این 20 ساده کن، میگی میشه 5. میگم این 5 تو این ایکس ضرب میشه، ببین میشه 15 مساویه 5 ایکس، در نتیجه ایکس من میشه 15 پنجم، 15 پنجم هم برابر میشه با عدد 3. میگی چه اتفاقی افتاد؟ میگم من جمعیت بیکارم رو به دست آوردم، به همین راحتی جمعیت بیکارم رو به دست آوردم. میگم آری شاغلانم خواسته، خب اوکی تو بیکاران رو به دست آوردی 3، حالا شاغلان رو چطوری به دست بیاریم؟ میگم مگر قبول نداری فعال میشه شاغله و علاوه بیکار؟ میگی چرا؟ میگم مگه فعالمون رو نداریم؟ گفته جمعیت فعالمون 20 میلیونه، جمعیت بیکارمون هم داریم 3 میلیون، پس الان شاغلمون چند میشه؟ میگه خب کاری نداره که شاغلمون هم میشه 17 میلیون. پس 3 17 همونطوری که شما هم گفتید گزینه شماره 3 جواب صحیح تست بوده. بچه ها تستی از آمار سال 11 هم تأکیدم بر اینه که اول کنکور از تست شماره 5 بیایید جلو، 5-6 تست شماره 7 تست شماره 8 اینا آمار سال 11 همن که سوالات راحتی هستن در کنکور و خیلی راحت میتونید پس حل کردن اونها بر بیایید. بریم جلوتر. خب دو تا سوال داریم ما. نه امیر جان تو سالیانه این هفته بعد درس میدم. خب شاخصی فوق‌العاده مهم و تقریبا میتونم بگم مهمترین شاخصی که در آمار سال 11 هم وجود داره و معمولا سوال میدن ازش تو نکته و تست، بهت یاد میدم که تو بهای کالا و خدمات مصرفی چطوری بتونی محاسباتش رو انجام بدی، چون معمولا محاسبات سنگینی داره. تو نکته و تست که چیزهایی که بهت یاد میدم محاسبه کردن راحت و راحت به جواب رسیدن در گزینه هاست. آه تو گزینه یه دونه سه هست پس اصلا نمیخواد اون یکی رو حل کرد. بله میشه با نگاه به گزینه هم اون یکی رو به دست بیار. حالا من کلا به دست آوردم که برای شما هم تشریح کرده باشم. میگم آقا فرمول شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، شاخص بهای کالا یه فرمول داره، باید فرمولش رو حفظ باشی. میشه مقدار مصرف ضرب در قیمت سال جاری در تقسیم بر مقدار مصرف ضرب در قیمت سال پایه. این فرمول شاخص بهای کالا و خدمات مصرفیه. از من میشنوی رو این شاخص آماری سال 11 هم وقت بذار، ضرر نمی کنی. آقا گفته که هرگاه بهای کالا و خدمات مصرفی سال جاری برابر 142.85 باشه، کالای آ چه مقداری افزایش قیمت داشته؟ میدونی افزایش قیمت چطوری به دست میاد؟ افزایش قیمت میشه قیمت سال جاری منهای قیمت سال پایه. پس مینویسم برات، اگر افزایش قیمت رو از تو خواستن، تو باید بیای قیمت سال جاری رو منهای قیمت سال پایه بکنی.
آرتا نمیدونم تو سوال هست، اگه تو سوال بود قطعا حل میکنم براتون. آها تو نوکتوتس 4 مرحله آزمون براتون نوشتم، یعنی عملا 4 مرحله تو سیستم کنکور قرارت میدم، 4 آزمون استاندارد کنکور، سوالای مختلف، 4 مرحله بی نظیر. هر کدوم از اون آزمون ها انگار یه بار رفتی سر جلسه کنکور. یه کاری باهات میکنم، با 100% آمادگی بری توی کنکور و موقعی که دفترچه رو باز کنی چهره من قشنگ جلوی چشمت باشه، بگی اه آمری اینو تو نکته تست گفت، اینو گفت، اینو گفت، ببین کی بهت گفتم، ببین کی بهت گفتم. آقا میگه خب اوکی افزایش قیمت میشه قیمت سال جاری، میگن های قیمت سال پایه. آره ما که قیمت سال جاری رو نداریم که. میگن خب اوکی میای فرمول به دست میاری. آقا خود شاخص بهار رو البته 100% هم داره. میگم آقا شاخص بهار رو که خودش بهمون داده 142.85 مساویه. مقدار مصرف سال جاری چقدر بوده؟ مقدار مصرف سال جاری خب چقدر میشده؟ مقدار مصرف میشه 20 ضرب در x. گفته کالای، یه لحظه بزنم نم فال کالای آ رو خواسته، 20 ضرب در x. بله به علاوه یه. خب اون یکی شنده 30 ضرب در 20 ضرب در x، دارم مقدار رو ضرب در قیمت میکنم، 30 ضرب در 600. ببین دارم مقدار مصرف رو ضرب در قیمت میکنم، مقدار مصرف ضرب در قیمت میشه، به مقدار مصرف ضرب در قیمت تو سال پایه، یعنی 20 ضرب در 200 به علاوه 30 ضرب در 450. از اینجا به خاطر همین دارم بهت میگم معمولا سوالات بهای کالا و خدمات مصرفی در اصل محاسبه داره، محاسبه سنگینی که اگه بلد نباشی تو کنکورت به مشکل میخوری. تو نوکتوتس یکی از کارهایی که کردم وقت گذاشتم برای شما و یاد دادن این محاسبات. الان چون که وقت نداریم یه ضرب در صد هم داشته البته، خب سریع فقط من به جواب میرسم بعدا محاسباتش رو بهتون یاد میدم. 18 3 تا 0 20 ضرب در 200 4 1 2 3 به علاوه 3 4 تا 12 13 و 500 ضرب در 100، یعنی میشه 20x به علاوه 18000، اینم میشه 17 و 500 ضرب در 100، 2 تا 0 2 تا 0 100 و مساویه 100 42 ممیزه 85 که جواب این میشه 20x 13500 منهای اون ممیزش از بین میبره، در میاد یه بار دیگه در میاد 350. جواب این در میاد 350. میگم اوکی الان اینی که من به دست آوردم قیمت سال جاریه، 350 به دست اومد. میگی خب که اگر قیمت سال جاری 350 باشه مگه افزایش قیمت از ما نخواسته؟ میگم چرا. میگی افزایش قیمت میشه سال جاری قیمت سال جاری منهای سال پایه. میگم خب قیمت سال جاری چند بوده؟ میگی 350. میگم قیمت سال پایه چند بوده؟ میگه 200. 350 منهای 200، 150 گزینه شماره 1 جواب صحیح تست. پس یکی از نکاتی که وجود داره که در نکته تست باش روبرو هستیم محاسباته که بهت یاد میدم چطوری با ساده کردن، کجاها نباید اعداد رو با هم جمع کنی، کجاها نباید اعداد رو در هم ضرب کنی و محاسبات رو بهت کامل یاد میدم. خب بریم سراغ سوال بعدی. با توجه کمبود وقتی که داریم فقط این سوال رو به توضیح میدم، به سوالات مهمتری سعی میکنم بپردازم. عرض کنم خدمت شما تنها مبحثی که 90% کارش با داوطلب و دانش آموزه گزاره‌های منطقی، یعنی درس اول سال 11 همه. خب تو باید در اصل یه سری جدول ها رو حفظ کنی، یه سری قوانین رو حفظ کنی که بشه با توجه به اون قوانین در اصل تست هاش رو حل کرد.
ازتون میخوام تا زمان باقی مونده تا نکته و تست حتما جدولهایی که در کتاب مبتکران وجود داره رو و برای گزاره‌های منطقی‌ها رو حفظ کنید. اون زمانه که من در نکته و تست به تو یاد خواهم داد که به راحت ترین شکل ممکن از پس حل کردن گزاره‌های منطقی بر بیای. کارتو فوق‌العاده راحت میکنم. این سوال خیلی راحت قابل حل شدن بوده بچه ها، این سوال خیلی راحت قابل حل شدنه. خب این قضایایی که شما باید حفظ باشید، الان من قضیه عکس نقیض رو برای شما نوشتم. خب اگر بچه ها حفظ باشین دیگه حفظ کردنی، من نمیتونم چیزی به تو یاد بدم. اگر قضیه عکس نقیض رو بلد باشی میدونی که نقیض پی و نقیض اس در اصل برابر میشه با نقیض آر. داشتیم این جلوش نقیض آرشو نیدم. اگر نقیضش رو بزنیم، اینجا هم یه دونه نقیض آر بوده مساوی نقیض آر، اینا رو بر اساس برعکس میکنه، میشه نقیض P و نقیض S مساوی میشه با خود R. یعنی میایم جلوتر، R رو نتیجه داده به ما S، P رو به ما نتیجه داده S، در نتیجه ما میرسیم به این که R برابر میشه با S و R برابر میشه با 3 تا نقطه. اینا همه حفظ کردنیه ها، چیزای خاص. صفحهاشو میگم بهتون آرتا، صفحهاشو بهتون میگم، بعدش میگم که زمانی که مقدمه ها با هم یکی باشن شما میتونید تالی رو نتیجه بگیرید، یعنی جوابش خیلی راحت برابر میشد با گزینه شماره 2 که میشده S. مبتکران برید رو گزاره‌های منطقی، خیلی روون نوشتم براتون بچه‌ها، خیلی روون نوشتم. سعی کردم مثال‌هایی رو بزنم که خیلی ملموس باشه. بیشتر راجع به تیم‌ها صحبت کردیم، راجع به تلگرام، راجع به اینستاگرام، چیزایی که این روزا باهاش درگیرید، مثال‌هاش تو اون قالب است. بخونید هم لذتش رو می‌برید، هم کلی چیز یاد می‌گیرید. همون درس 11مو که آرتا باز کنی، اولین چیزی که نوشتم گزاره‌های منطقی، جدول‌هاشو تو باکس براتون مشخص کردم. اون جدول رو حفظ باشی خیلی راحت تو نکته و تست با 5 تست بهت یاد میدم کل تستای گزاره‌های منطقی رو حل کنی. فقط 5 تست. بریم سراغ در اصل دوباره بچه‌ها. از تست شما ببین، از 5 اومدیم پایین، رسیدیم به اینجا، از دوباره هنوز تستا راحت. دیگه 10 میرسه به شمارش و احتمال، یعنی میره تو سال 12 تحصیلی شما. خب سوالی که من دادم بحث فاکتوریل بوده که مطرح شده، یه نکته ریزی رو میخواستم با این فاکتوریله به تو بگم و اونم اینه که ما میدونیم هم 0 فاکتوریل میشه 1، هم 1 فاکتوریل میشه 1. این نکته‌ایه که تو فاکتوریل وجود داره. یعنی تو زمانی که تو بحث فاکتوریل دیدی یک عبارتی مساوی عدد 1 قرار گرفته، یه بار باید بیای اون عبارت رو مساوی 0 قرار بدی، یه بار باید بیای اون عبارت رو مساوی 1 قرار بدی. ببین چطوری از نکته استفاده کردم. میگم آقا 0 فاکتوریل میشه 1، 1 فاکتوریل هم میشه 1. اوکی، اگر دیدی معادله ای تو بحث فاکتوری مساوی 1 قرار گرفته، یه بار باید مساوی 0 قرار بدی، یه بار مساوی 1 قرار بدی. اینو فراموش نکن. یه بار مساوی 0 قرار دادم، از یه ایکسش فاکتور میگیرم، میگم از ایکس فاکتور بگیرم، از اولیه میمونه 2x، از دومیه میمونه منهای 1 مساوی 0. حالا میگم یا اولیه 0 بوده یا 2x منهای 1 0 بوده، که 2x میشه 1، پس xت میشه 1/2. میگم اینجا قبول داری دوتا x به دست آوردم؟ اینو بذارش کنار، بیا پایینی رو حل کنیم. میگه آمری الان این یکرم بیار این ور، ببین چه اتفاقی میفته. 2x2 منهای x منهای 1 مساوی 0. میگم چی به دست اومد؟ میگه آمر یه معادله درجه دومه. میگم از کجا فهمیدی؟ میگه نگاه کن، بزرگترین توان x عدد 2 بوده، پس قطعا معادلم درجه دومه.
میگم آقا تو معادله درجه دوم، میگه آمری یعنی الان من باید بیام اینو دلتا بگیرم تو کنکور، کلی وقتم از دست بدم. میگم نه بهت نکته یاد میدم. میگم اگر دیدی معادله درجه دوم کامل داری بیا اعدادشو با هم جمع و تفریق کن، ضریب اینم یک بوده دیگه. میگم دو منهای یک میشه یک، یک منهای یک میشه صفر. میگه آمری اگر مجموع اون اعدادت صفر شد مطمئن باش یک ریشه هات یکه، یک ریشه هات سیامه. خب تو معادله درجه اون عدد ثابت سی رو نشون میده، ضریب ایکس تو آر رو نشون میده. میگه آمری اون یکی ریشت هم منفی یک دوم. میگی آقا من در کسری از دقیقه معادله درجه دوم رو با توجه به نکته حل کردم. میگم خب اوکی، مگه نگفته این معادله چند تا جواب حقیقی داره؟ تو الان چند تا جواب برش به دست آوردی؟ میگی این یکی، این دوتا، این ستا، این چهارتا. آمری چهار تا جواب حقیقی داره، پس گزینه شماره چهار جواب صحیح تست بود. تستی فوق‌العاده. یعنی ببین باز آمدن از دیدگاه طراح دیدم، گفتم آقا اگه بخواد فاکتوریالی سوال بده این نکته تو فاکتوریال نکته رایجیه، پس احتمالا گرایش پیدا میکنه به سمت سوال دادن از این نکته. خب حالا اونایی که ریاضی رو درس میدن این نکات رو به تو نمیگن، میان علیکی مثلا میگن آقا بخشیم هفت فاکتوری نهایت سوالی که حل میکنن سر کلاس برای کنکور اینه، به خاطر همینه ما انقدر بدبخت شدیم. میان آقا جواب هفت فاکتوریال بر روی چهار فاکتوریال کدام است نهایتا؟ خب بعدش خب شما میشینی به به چه سوال خوبی، هفت شیش پنج چهار فاکتوریل بر روی چهار فاکتوریل ساده میکنی پنج شیش تا سی تا، استاد دویست ده میشه جواب، خوشحال و شاد و خندان، آب به به چه چه ریاضی رو یاد گرفتم، کنکور رو باز میکنی یا ابوالفضل چی هست کنکور ایناست. کنکور تو باید نکته رو بدونی، کنکور بعد از پس حل کردن این سوال بر بیای، و یعنی تو هم میشه جز به اون 2%. این کنکوره. بریم اون سوال بعدی. در یک میزه گرد 6 نفر به چند طریق میتوانن قرار بگیرن به طوری که دو فرد مورد نظر از آنها همواره کنار یکدیگر باشند؟ خب دوباره بحث شمارش سال دهم، شمارش و احتمال، یعنی فصل اول سال دوازدهم. سه تست رو در کنکور به خودش اختصاص میده، بچه ها روش وقت بذارید، رو شمارش و احتمال، رو تابع سال یازدهم، رو آمار چه دهم چه یازدهم، رو اینا وقت بذارید. خود اینا 50% میشن تو کنکور، فوق العاده مباحث مهمی هن. اصلا من نمیدونم آرتا به خدا میان اینا رو درس میدن، بچه ها میان کنکور رو خراب میکنن. آقا اولا بحث میزه گرد که شد، ببین دوباره میخوام به یه نکته یاد بدم، میگم آقا بحث میزه گرد که شد یه نفر از تعداد نفراتت کم کن خودکار، یعنی میشه 5 نفر. پس آقا میزه گرد رو شنیدی، خودت یه نفر از نفراتت کم کن. گفته به چند طریق میتونن قرار بگیرن به طوری که دو فرد مورد نظر همواره کنار یکدیگر باشن. آقا به تعداد نفرات مونده جای خالی بکش، گفتم میزه گرد یه نفر کم کن میشه 5 نفر، 5 تا جای خالی بکش. آقا دو فرد مورد نظر، آقا من و سپر میخواییم بشینیم کنار هم، الان من و سپر اینجا میخواییم بشینیم کنار هم. میگم آقا تو این سوالا یه بار بیا جزء رو حساب کن، یه بار بیا کل رو حساب کن. میگی یعنی چی؟ میگم آقا فکر کن آمری و سپر میخوام بشینن کنار هم. میگم من و سپر چند فاکتوریل جایگشت داری؟ میگه آمری 2 فاکتوریل. یه بار تو میتونی اول بشینی سپر دوم بشینی، یه بار سپر اول بشینی تو دوم بشینی، پس 2 فاکتوریل جایگشت دارید. میگم اوکی، این جایگشته بهش میگیم جایگشت جزء. یه بارم بیا کل حساب کن. میگم آره کل حساب کن یعنی چی؟ میگم بیا از بالا این جای خالی ها رو بشمر، یعنی مثلا این میشه 1، این میشه 2، این میشه 3، بعدی میشه 4، بعدی میشه 5. منتها زیر هر تعداد جای خالی از این هم اکولا داره هرچی هست وجود داشت تو شمارش یه بار حسابش کن. میگی بازم یعنی چی؟ میگم نگاه کن، چون که میبینم زیر این دوتا یه دونه ای آکولات هست، این دوتا رو 1 حساب میکنم،
جای خالی بعدی رو 2 حساب میکنم، جای خالی بعدی رو 3 حساب میکنم، جای خالی بعدی رو 4 حساب میکنم، جلوی آخرین جای خالی فاکتوریل میذارم. برای جواب فقط کافی است جزء را در کل ضرب کنیم، میشه 2 فاکتوریل، کلم بوده 4 فاکتوریل. بهتون گفتم تا 6 فاکتوریل رو حفظ باشید تو کنکور. همین ریزکاری هست که تو رو از یک داوطلب مبتدی تبدیل میکنه به یک داوطلب حرفه‌ای. میگم خب اوکی 2 فاکتوریل میشه 2، 4 فاکتوریل هم میشه 24، 2 ضرب در 24 هم برابر میشه با عدد 48. پس گزینه شماره 2 جواب این تست در اصل ترکیبی بوده که در اصل ما با بحث میزگرد و بحث کنار یکدیگر. حالا تو نکته تست میام بهت میگم، میگم آقا بحث کنار هم داریم، بحث ابتدا انتها داریم، بحث یک در میان داریم، دونه دونه اونا رو برای تشریح میکنم. میگم خب اوکی کنار هم بودن این کارو بکن، ابتدا انتها خواستن این کارو بکن، یک در میون خواستن این کارو بکن. خب دیگه پفتی نمیتونه بده تر را از چی سوال بده؟ آقا همشی که ما داریم حل میکنیم، ابتدا انتها وسط این ور اون ور، نمیدونم این اول بشین اون آخر بشین. خب موقعی که تو همین اصلا ببین چی خیلی موضوع راحتیه دارم بهت میگم. میگم موقعی که همه اینا رو من بهت بگم چیزی نمیمونه که اصلا طراح بخواد به تو سوال بده. موقعی که همین زمینه هاشو من به تو بگم چی میخواد بهت سوال بده دیگه؟ سوالی وجود نداره. بریم سراغ سوال شماره 12، سوالی که از یکی از مهمترین تمرین های کتاب درسی شما مطرح شده. بچه ها ازتون میخوام تمرین های کتاب درسیتون رو حتما حل کنید، مطمئن باشید سوال دارید ازش در کنکور. یکی از مهمترینش اینه، یکیشون سالن سینما هست، یکی اون پرچم هست، 7 میله پرچم و 7 پرچم رو 7 میله فلزی قرار داده ایم. اینا سوال مهم کتاب درسی هست، اینا سوال مهم کتاب درسی هست. حالا اینجا رو دقت کن، گفته صفحه عقربه آ به 4 قطاع مساوی با شماره 1 2 3 4 و صفحه عقربه B به 5 قطاع برابر با شماره 1 2 3 4 5 تقسیم شده، از هر دو عقربه رو میچرخانیم با کدام احتمال لاغل یکی از عقربه ها روی ناحیه فرد قرار میگیره؟ اولا اینجا رو دقت کن، این کلمه لاغل داره بحث متمم رو به وجود میاره. آقا تو صورت تست های کلمه لاغل، ای کلمه حداقل، ای کلمه حد اکثر رو شنیدی، مطمئن باش باید بیای متممش استفاده کنی. میگه آمر یعنی چی متمم استفاده کنم؟ میگم مگه نگفته که با کدام احتمال لاغل یکی از اقربا رو نایه فرد قرار میگیره؟ متممش رو اگر بخوای حساب کنی باید بگی هیچ کدام از عقربه ها روی ناحیه فرد قرار نمیگیرند. پس قرارمون چی شد؟ اگه کلمه لاغل، حداقل، حد اکثر رو تو تست های احتمال دیدیم، بیاییم متمم حساب کنیم. هر کاری که گفت ما برعکسش رو انجام بدیم. ما باید بیاییم حساب کنیم که هیچ کنون عقربه ها رو ناحیه فرد قرار نگیره. میگم خب بیا بریم سراغ این 4 تا اولیه. اگر رو ناحیه فرد قرار نگیره این که رو ناحیه زوج قرار بگیره دیگه. میگه آمری یه 2 داره یه 4 داره، یعنی میشه 2 حالت از کل حالت ها. چند تا عدد بودن؟ 4 تا، میشه 2/4. سادهش کن میشه 1/2. این در اصل همون صفحه عقربه آ بوده، عقربه آ. میگم بیا عقربه بی رو حساب کنیم که هیچ کدوم از عقربه رو ناحیه فرد قرار نگیره. میگه آمری اگه نخواهیم رو ناحیه فرد قرار بگیره 2 بوده 4 بوده، پس میشه 2، دوتا حالت داشته، دوتا انتخاب داشتی از کل اعداد. کل اعداد چند تا بوده؟ کل اعدادت هم بوده 5 تا. میگم بعدش بیا این حالت ها رو تو هم ضربشون کن، یعنی میشه 1/2 ضرب در 2/5 برابر میشه با عدد چند؟ 2/10. میگم در نهایت زمانی که ضربشون کردی بیا یک و منهای این عدد آخری کن. تو بحث متمم موقعی که برعکسش رو حساب میکنی بعد یک منهای اون جواب آخریت بشه. میگم پس میشه 1 منهای 2/10
قبوله تا اینجا؟ میگی یکه چند بوده؟ میگیم آها ده دهم بوده، مخرج مشترک بگیری ضرب در ده ضرب در ده میشه ده دهم، منهای دو دهم برابر میشه با عدد هشت دهم. یعنی در از در تست بعدی گزینه شماره سه جواب صحیح تست بوده، میشه قرار بگیره حساب و منهای یک. بله دقیقا همینه. سوالی از بحث متمم و با دونستن نکته لااقل، حداقل و حد اکثر خیلی راحت میتونی تو تست احتمال تصمیم بگیری که باید از متمم استفاده بکنی یا استفاده نکنی. بریم رو تست بعدی. خب در آمار تست ترکیبی از آمار سال دهم و آمار سال دوازدهم، بله آقای رضاخان حسبه، عرضم به خدمت شما که تست ترکیبیه. خب شما در آمار سال دوازدهم نموداری رو خوندی که بهش کندل میگیم، نمودار مستطیلی با میله خطا بهش میگیم، نمودار بستنی، چوب بستنی، نمیدونم همچین چیزایی بهش میگن. عرض کنم خدمتتون، من اومدم ترکیب کردم. تو سال دهم شما یک نموداری رو خوندید به نام نمودار منحنی نرمال. بچه‌ای که تو کلاس سالیانه من بودن سوال حل کردم از منحنی نرمال براشون. یه منحنی بود به صورت زنگوله‌ای شکل که بهتون گفتم که درصدایی که روی نمودار باید حفظ بشه و همچنین این رو بدونید که فاصله بین نقاط در منحنی نرمال رو در از انحراف معیار به ما میده. خانم یاسمن خانم جواب شما رو دیدم، ببینیم جواب شما جواب درست بوده. عرض کنم خدمت شما، نکته ای که در از وجود داره اینه، میخوام این نکته ها رو یادداشت کنید. در منحنی نرمال 96% داده ها در محدوده میانگین منهای دو تا انحراف معیار و میانگین به علاوه دو تا انحراف معیار قرار دارد. این نکته‌ایه که میخوام همین الان یاد بگیری. در منحنی نرمال 96% داده ها در محدوده میانگین منهای دو انحراف معیار و میانگین به علاوه دو انحراف معیار قرار دارن. اگر این نکته رو بدونی حل سوال برات راحت میشه. چرا؟ مگه نگفته صورت سوال توی محدوده قرار دارن؟ یعنی اینجا رو نگاه کن، 20 منهای 6 و 20 به علاوه 6. میگه خب آمری راحت شد که اگر اینا رو الان با این نکته ای که تو گفتی در نظر بگیریم، پس میانگین بچه این ایکسی که بالاش یه خطه خونده میشه ایکس بار، ایکس بار، ایکس بار یعنی میانگین. میانگین یعنی چی؟ هم معدل گرفتن. تو موقعی که منوراتو هم جمع میکنی تقسیم بر تعدادش میکنی، یعنی داری میانگین میگیری. ما به زبان ریاضی میگیم سیگما ایکس های تقسیم بر ان. حالا آها خانم عبدالله برای تست قدرستون در، خیلی ممنونم از شما. عرض کنم خدمتون، پس ایکس بار الان شده 20. میگه آمری نگاه کن، این علامت انحراف معیاره. میگی دو تا انحراف معیارم شده 6. میگم خب دو تا شده 6، پس یه دونه چند میشه؟ میگی میشه 6 دوم میشه 3. آها تو هم الان انحراف معیاره داری هم میانگین. یه دقیقه این نمودار مستطیل با میله خطا رو نگاه کن. من به شما چی گفتم تو نمودار مستطیلی با میله خطا؟ این نمودار مستطیلی با میله خطا در نظر بگیر. گفتم آقا ارتفاع بدنه شمع، اگه شمع در نظر بگیر، ارتفاع بدنه شمع به تو میانگین رو میده، ارتفاع نخ شمع به تو انحراف معیار رو میده. اگر این رو بگیریم بالاترین نقطه
بهت گفتم بالاترین نقطه میشه میانگین به علاوه انحراف معیار. آقا همینا رو بدونی هر سوالی از نمودار مستطیل با میل خطا بهت بدن رو میتونی حل کن. اینا دقیقا داشته باش، اینا داشته باش. بیاییم رو سوالمون. میگه خواهمری تو من گفتی ارتفاع بدنه یه شم به ما میانگین رو نشون میده، ما میانگینمون رو داریم 20، پس ما مطمئنیم. ببین ارتفاع بدنه یه شم باید به ما میانگین رو نشون بده، میانگین رو اگه 20 بوده میگه آلی پس من مطمئنم گزینه 1 و گزینه 3 جواب این تست نمیشد. این تا اینجا میگم خب اوکی ارتفاع نخشم هم انحراف معیاره. میگی خب اوکی 20 بدنش بوده، 3 تام این ارتفاع نخه بوده، پس 20 به علاوه 3 باید بالاترین نقطه هم به من 23 رو نشون بده. خب کدوم گزینه داره 23 رو نشون میده؟ گزینه شماره 2. پس گزینه شماره 2 جواب صحیح تست ترکیبی بوده که در اصل از سال دهم و سال دوازدهم یعنی منحنی نرمال و نمودار مستطیلی با میله خطا مطرح شده. سعی کردم جفت این نمودارها رو بهت بگم چه حالتی داره. نکته فوق العاده مهم رو برات مطرح کردم که برای حل سوالات کامل به دردت میخوره. بریم رو سوال بعدی. سوال آمار سال دهم. خب ما تو آمار سال دهم 3 قسمت مختلف خوندیم در کتاب‌های درسی شما، 3 قسمت مختلف تدریس شده. اول رفتیم سراغ شاخص‌های مرکزی که عبارتند از میانگین، مد، میانه. بعد رفتیم سراغ شاخص‌های پراکنده‌ای که عبارتند از دامنه تغییرات، انحراف معیار، انحراف متوسط هم میانگین و واریانس، و در نهایت اومدیم نمودارهای تک متغیره و در آخر نمودارهای چند متغیره که عبارت بود از نمودار تارنکبوتی و راداری رو با هم خوندیم. گفته هرگاه در جامعه قیمت اجناس با انحراف معیار 1/3 20% افزایش بیابد، قیمت‌های جدید کدام است؟ بله پرشده جزوه میذاریم رو پنه؟ پرشده جزوه. بله 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 خانمه زهرا خانم قرار میدیم رو پنل. آقا یعنی قبول داری که این میگه آقا یه جنسی بوده یه قیمتی داشته 20% بهش افزوده شده. خب بیا بنویسیمش. یا آقا یه قیمتی بوده 20% افزایش داشته، 20%. همیشه تو این سوالا جمع و تبدیلش کنید به ضرب. میگه یعنی شما جمع و تبدیل کنید به ضرب. میگم اگه قیمت به علاوه 20% بوده یعنی در اصل اون قیمت ضرب داره. خود جنسه یه قیمتی داشته، قیمتش 100% بوده دیگه، کل قیمت جنسه بوده، 20 تا هم بهش اضافه شده، پس تو باید بیای قیمت تو ضرب داره 120% بکنی. پس همون اول این جمعه تبدیل شد به ضرب. میگم حالا پس قبول داری یعنی قیمتت اتفاقی که براش افتاده 120 میشه چند؟ میشه 1/2 دیگه. سادش کنی یه صفرش با یه صفرش بزن 12 تقسیم بر 10 یه رقم ممیز میگیره. الان همه رو بهتون درس میدم. میگم قیمت ضرب داره 1/2 شده. میگم خب اوکی قیمت مگه 1/3 انحراف معیار نبوده؟ با انحراف معیار 1/3 نبوده. میگی چرا؟ پس میگم میام جای این قیمت مقدار انحراف معیار رو بذارم یعنی 1/3، یعنی میشه 1/3 ضرب در 1/2. ببین اینا اکثرا محاسباتی که میخوام بهت یاد بدم. ببین مثلا بهت یاد میدم میگم آقا 1/3 1/2 رو 12 در نظر بگیر. خب 1/3 یعنی تقسیم بر 3، 12 تقسیم بر 3 چند میشه؟ میگی میشه 4. میگم آقا 4 که شد یه رقم ممیز بهش بده. اینطوری بهت محاسبات رو یاد میدم. میگم آقا شد 14، این 14 که به دست آوردی بحثت بحث انحراف معیار.
میگم چی رو ازت خواسته؟ میگی واریانس داده های جدید رو ازم خواسته. میگم آقا اگر انحراف معیار رو بهت داده بود، واریانس رو ازت خواسته بود، بیا عددتو به توان 2 برسون. حله عددتو به توان 2 برسون. آقا انحراف معیارم چند بوده؟ 14. به توان 2 برسون میشه 1600. گزینه شماره 2 جواب صحیح تست بعدی بوده. بله متشکرم. بچه های ادوب بسیار قوی دارن ظاهر میشن. هر تستی رو که من حل میکنم نگاه میکنم ماشاءالله تعداد زیادی جواباش رو گذاشتن، عالی بودش. فکر کنم آخرین تستیه که امروز میرسیم با هم حلش کنیم. 3 دقیقه بیشتر از زمانمون باقی نمونده. تو نمودارها پیشنهاد من به شما اینه، 2 نموداری رو که بیشتر مطالعه کنید، نمودار جعبه‌ای و دایره‌ایه. داره هر کدوم میگم دارم چی میگم؟ میگم ببین کی بهت گفتم تو کنکور باز میکنی نمودار جعبه‌ای میبینی، دایره‌ای میبینی، شک نکن. آقا رو اون دوتا نمودار بیشتر وقت بذار، مخصوصا رو جعبه‌ای که قطعا سوال داره. گفته شکل ریزی نمودار میله داده ها در 4 دسته است. نمودار دایره زاویه مرکزی دسته 3 چند درجه است؟ چرا میگم اینا سوال دارن؟ چون بقیه این نمودارهای تک متغیره برای ما از اهمیت کمتری برخوردارن، ولی نمودار دایره و نمودار جعبه اهمیتشون برای ما بیشتره. میگم آقا خیلی وقتا هست یا مستطیلی بهت میده میگه تبدیلش کن به دایره ای، یا میله‌ای بهت میده میگه تبدیلش کن به دایره‌ای. اینو یادت باشه، نمودار دایره‌ای درجه رو اگر ازت بخواد میشه FI تقسیم بر N ضرب در 360. میگم این FI چیه؟ میگم فراوانی دست زاویه مرکزی دستشی، فراوانی دسته مورد نظره. این N مجموع فراوانی هاست. کارتو راحت کردم. آها گفته که در نمودار دایره زاویه مرکزی دسته C چند درجه است دیگه. خب میگم دسته C، اینی که داری رو نمودار میبینین همون FI شماست، این فراوانی شماست. فراوانی رو ما رو محور ایگرگ ها نمایش میدیم. اینا رو بنویس تو رو خدا، تو گانکور به دردت میخوره. میگه آقا الان فراوانی دسته مورد نظره چنده؟ میگه آقا دسته 30 رو از ما میخواد، فراوانیش عدد 9ه، مینویسم 9. میگم N میشه مجموع فراوانی ها، یعنی بیا فراوانی ها تو با هم جمع کن. از این غافل نشو، بعضی موقع تو مستطیلی یا تو میله‌ای دو تا نمودار هم قد هم میدن، ولی تو یه بار حسابشو میکنی خطات اینجا میزنه بیرون. طراح میاد ضریب خطای تو رو میگیره، تو گزینه های اول قرار میده، فکر میکنی سوال حل کردی ولی غلط حل کردی. ببین میگم 9 و 7 16، دو تا دسته داشتم که 4 بوده، پس 2 تا 4 تا رو باید حساب کنم، هم دسته بیم هم دسته دیم. 4 و 4 8 8 تا 7 15 15 9 24 ضرب در 360. آقا این درجه شو به من میده. میگم آقا بازم بیا ساده کن. میگم آقا 360 به 24 میخوره، چند میشه؟ هی گفتید یا بزن اینو با این بزنم، این میشه 3، اینم به 3 بزنم میشه 8. حالا کارم راحت تر شد. 8 به 360 میخوره، 8 4 تا 32 تا 40 تا میشه فکر کنم 45 تا، 3 تا 45 تا میشه 135 تا. گزینه شماره 3 جواب بود. نجمه همچین چیزی رو بله اعلام کردن. البته یه چیزی رو بهت بگم، حذفیات سپاهیه در کنکور یه وقت نری تو سال 12 گام ها رو نخونی ها، شما اونا رو بخون حتما، یعنی چرخ آمار در حل مسائل ترتیبش تعریفشون اونا فوق العاده حائز اهمیتن. یه نکته دیگه بگم که میخوایم حالا کلاس رو هم تموم کنیم،
این که از ما درجه خواسته، این که از ما درجه خواسته. گفته زاویه‌سی چند درجه است؟ میگه آمری امکان داره چیز دیگه هم از ما بخواد؟ میگم آره امکان داره. بگه چند درصد؟ میگه خب اون وقت چی کار کنم؟ میگم درجه تو که به دست آوردی برای اینکه بخوای درصد رو به دست بیاری کافیه درجه ای که به دست آوردی رو ضرب در عدد ثابت 5/16 کن، اون موقع درصدش رو بهت میده. یعنی تو این سوال گفته بود زاویه مرکزی دسترسی چند درصد فراوانی ها رو به خودش اختصاص میده، تو بعد میومدی درجه رو به دست میآوردی، حالا میگفتی درصد از من میخوای، کاری نداره که درجه رو در آوردم 135 ضرب در 5/16 میکنم، هر جوابی که به دست بیاد درصد فراوانی ها به دست اومد. باز هم نکات ریزی که در کتاب های درسی شما وجود داره و مطمئن باش همینطور که من طراح بهش فکر کردم، طراح کنکورم به این موضوعات فکر میکنه و از اونها سوال میده. خب تو این جلسه بچه ها رسیدیم 15 تا سوال از سوال های مشابه کنکور رو حل کنیم. آزمون فوق العاده مهمیه، هر چند سوالاتش کامل استاندارد نیست، من سعی کردم سوالا رو جوری طراحی کنم که بتونم به تو چیزی رو یاد بدم و کلیت رو به تو یاد بدم. با قدرت بهت میگم سوالای کنکور قطعا از این سوالایی که ما الان حل کردیم راحت تره. چیزی که در اصل الان متوجه شدی ترتیب سوالات، دیدی در سوال 5 به بعد سوالات راحت تر شد، یعنی 5 سوال 4 سوال اول کنکور سوالای سختی رو به خودشون اختصاص میدن، مرحله به مرحله که میای پایین تر سوالها برای شما راحت تر میشن. اسمم اگر سوالی دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم. امیدوارم کلاس امروز براتون مفید بوده باشه، راجع به نکته و تست اطلاعات کامل رو بهتون دادم. عرضم به خدمت شما که اگر سوالی دارید، چون اون زمان که من درس ندادم سوالا زیاد بود، اگر الان متشکرم، همه شما هم خسته نباشید، متشکرم. سوال و ایراد و اشکالی وجود نداره بچه ها؟ سوالی ندارید بچه های اشتی، بچه های عداب؟ متشکرم، شما هم خسته نباشید، خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم، بسیار عالی. خب امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. باز همین نکته رو فراموش نکنید که ریاضی انسانی در کنکور یعنی سکوی پرش شما به سمت رشته و دانشگاه دلخواهتون. عرض کنم خدمت شما آرزا جلسه نکته و تستمون 7 جلسه است که 7 الی 8 جلسه که از جلسه چهارم آزمون‌های جامعتون رو هم همگام باهاش در از شروع خواهیم کرد. زهرا بقیه سوالات رو هم سعی می‌کنم که جواب‌هاش رو بفرستم برای مجموعه که روی پنلتون قرار بده. متشکرم نسا، ممنونم. پریسا لینک کانالم رو الان حضور ذهن ندارم که لینک دقیق و کامل رو بهتون بدم. تو در از اینستاگرام، تو اینستاگرام به پیام بدید لینک رو براتون ارسال خواهم کرد. خب همتون خسته نباشید، امیدوارم هر جا که هستید کنار خانواده‌های محترمتون خوب و خوش و سلامت باشید. آرزو من و همکارانم در مجموعه بزرگ آنلاین آکادمی همواره موفقیت شما عزیزانه. شب شما بخیر، خدا یارو.